عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ایمان هستم، کوچ تحول، توانمندسازی، استراتژی، رهبری و همچنین مشاور کارآفرینی و کسب و کارم. با یک لایو دیگه در خدمتتون هستم تا بتونیم از یک دریچه متفاوت به زندگی یک از فارسی زبانان تاثیرگذار دنیا نگاهی داشته باشیم. قصد داریم از تلاش‌ها، ناامیدی‌ها، امیدها و انتخاباشون آگاه بشیم که می‌تونه تأثیر بسیار مطلوبی روی زندگی ما بذاره و ما رو روی مسیری که داریم ثابت قدم تر کنه. ممنون از اینکه ما رو دنبال می‌کنید و این لایو رو می‌بینید. سپاسگزارم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. اپیزود شماره 82 میزبان حجر عزیز هستیم. حجر جان سلام. سلام ایمان جان. خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین. حالا خبر خوب واسه بیننده و شنونده های عزیز این هست که با توجه به پیغام های زیادی که داده بودیم که ما در واقع دعوت کنیم از عزیزی که قبلا تجربه خوبی تو کار کردن تو کمپانی های بزرگ داشتن و بعد تصمیم گرفتن بیان بیرون و استارتاپشون رو بزنن، الان حجر عزیز در واقع همین مسیر رو رفتن. با تجربه بیش از 10 سال در شرکت گوگل و شرکت های تابعه اومدن بیرون و استارتاپ خودشون رو زدن. برای همین مطمئنم این گفتگو خیلی متفاوت و خاص واسهتون خواهد بود. حجر عزیز میکروفون در اختیار شما، اگر میخواییم با بیننده و شنونده سلام احوال پرسی کنیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. ایمان جان دعوت کردن و خوشحال میشم که داستان زندگی خودم رو باهاتون در میون بذارم و ممنون. خیلی ممنون از شما. به عنوان سوال اول ممنون میشم خودتون رو واسه کسایی که نمیشناسنتون معرفی کنید. ممنون. حجر صداقت پیشه هستم. در حال حاضر مدیر عامل و بنیانگذار یک شرکت استارتاپ هستم در سان فرانسیسکو آمریکا. قبل از این 10 سال در شرکت گوگل و شرکت زیرمجموعه گوگل بودم و قبلش هم 2 سال در شرکت اجیلنت بودم. لیسانس و فوق لیسانس رو توی دانشکده فنی دانشگاه تهران بودم توی رشته برق و دکترا رو هم توی رشته برق توی دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو بودم و در خدمت شما هستم. خیلی ممنون، متشکر. من که خیلی مشتاقم در مورد استارتاپ بپرسیم و صحبت کنیم، ولی خب توی روال گفتگو اول میریم به گذشته، از گذشته میاییم و که بتونیم از مسیر شما هم بیشتر یاد بگیریم. برمیگردیم به دوران نوجوانی، زمانی که شما داشتین خودتون رو آماده میکردید واسه کنکور. در واقع آیا رشته که قبول شدین همونی بود که دوست داشتین؟ و حتی اگه دوست دارید در مورد بچگی چیزی بگید، در مورد دوران کودکی، میتونید از اونجا شروع کنید. من فقط از یه جا خواستم شروع کنم. میکروفون در اختیار شما. آره حتما. یه مقداری من پیش زمینه راجع به خودم بگم و دوست دارم قسمت اولش رو بذاریم از بچگی تا نزدیکای کنکور که بتونیم راجع به اون صحبت کنیم. من توی حالا زندگی که بود پدر مادر یه سری الگوهایی برای من بودن که خیلی پرتلاش بودن و خیلی همیشه زحمت میکشیدن و فکر کنم اون قسمت رو خیلی از پدر مادر گرفتم. و ما توی بچگی من خودم اهواز به دنیا اومدم و خانواده شهر مختلف زندگی کردن تا اینکه سال سوم راهنمایی ما از شیراز اومدیم به تهران و اتفاقی که افتاد، من زمانی که اومدیم به تهران توی یه مدرسه‌ای بود که شروع کردم و یه مقداری از همسن و سالای خودم که توی تهران امکانات بیشتری داشتن
یه مقدار عقب تر بودم و خب اون زمان حالا من سالهای اول و دوم راهنمایی توی شیراز بودیم و سال سوم اومدیم تهران. از سال سوم راهنمایی تا سوم دبیرستان یه دانشجوی خیلی معمولی بودم و حالا مثلا توی مدرسه‌مون اگر 60 نفر بودن من مثلا 30 بودم اون وسط مثلا، تا اینکه سال کنکور که شد وقتی که واقعیت ها رو می دیدم این بود که بالاخره سال دیگه یه سال سرنوشت سازه و حالا توی اون زمانی که ما بودیم پیک جمعیت هم بود و تعداد شرکت کننده ها تو کنکور تعداد زیادی بودن و اینکه فکر می کردم که حالا مسیری که دوست دارم برم یا مسیری که همیشه برای خودم تصور میکردم این هست که باید کنکور رو خوب بدم. یادم سال سوم دبیرستان که بودیم یه امتحان عربی از ما گرفتن و این خیلی تو ذهنم مونده که یکی از بچه ها 20 شد و من شدم 10 و داشتم فکر میکردم خب یه امتحانی گرفتن که یکی از بچه ها تمام سوال ها رو میدونسته و من نصف سوال ها رو میدونستم. حالا اون زمانی که داشتم فکر میکردم که سال کنکور خیلی بیشتر درس بخونم این همش می تو ذهنم که خب یه سری از بچه ها خیلی از من جلوترن و اینکه چجوری میتونم با اونا رقابت کنم، اما این یکی از حالا تصمیم خیلی مهم زندگی بود که تا سال سوم خیلی معمولی جلو اومده بودم و میخواستم سال پیش دانشگاهی رو درس بخونم برای کنکور که سوال کردی و تصمیم گرفتم که همه تلاشم بکنم، یعنی اون سال سوم تا زمان کنکور مثلا روزی 12 ساعت درس میخوندم و یه دونه یه سری کتابام بود، کتابای اندیشه سازان اون زمان که فرهاد نیسانی این رو درست کرده بود اندیشه سازان و خب خیلی جذاب بود خوندنش و وقتی نگاه میکردی میدیدی که احتمالا آدمایی که این رو درست کردن خیلی دنبال ساختن پول نبودن، خیلی برای دانش آموز ارزش قائل بودن و اینم خیلی کمک کرد و من که اون سال این کتاب رو بخونم و حالا جالب بود زمان کنکور حالا چیزایی که من استفاده می کردم خیلی اون ساعته کارهایی که می کردم رو یادداشت می کردم که ببینم هر مثلا هر هفته روی چه موضوعاتی چقدر وقت گذاشتم و آخر هفته نگاه می کردم مطمئن باشم که با اون برنامه که اول داشتم می خونه. تا اینکه حالا یه سری امتحانات آزمایشی دادیم، اون کسی که گفتم یه امتحان عربی دادیم و مثلا من 10 شدم اون 20، تو یه سری از امتحان آزمایشی من میتونستم حتی از اون رتبه بهتری داشته باشم و اون یک سال خیلی به من کمک کرد و خیلی به هم این درس رو داد که اگر یه چیزی رو بخوام و براش خیلی تلاش بکنم میتونم بهش برسم. تا اینکه امتحان کنکور شد و حالا یه بچه 18 ساله خیلی نمیدونه که چه رشته هایی هست چجوری هست و اونجا یه مقداری با کسایی که این مسیر رو رفته بودن صحبت کردم، کسایی که رشته های مختلفی خونده بودن و به این نتیجه رسیدم که رشته برق رشته است که خیلی گسترده است و اینکه خیلی
چون قسمت های مختلفی داره، بالاخره یه قسمتیش ممکنه باشه که من دوست داشته باشم و اینو از صحبت چند نفر شنیدم، مثلا برق و ریاضیات، برق و فیزیک، برق و مکانیک، اینا همه قسمت هایی هست که اگر مثلا وارد رشته برق بشم و بعد بخوام یه گوشه ایشو برم امکانش هست. این چیزی بود که از برق به ذهنم بود و انتخاب رشته کردم و برق دانشگاه تهران قبول شدم و خب خیلی رشته جالبی بود و فکر کنم اگر برگردم حالا یا همین برق و یا کامپیوتر ساینس رو میخونم. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیح خیلی خوب. آره این نکته ای که گفتیم بچه ها تو سن 18 سالگی خیلی نمیدونم واقعا چه رشته ای چیه و اینا، یه جورایی تقریبا ریسک هم داره اینکه دقیقا اون چیزی که قبول میشن آینده، اول اینکه خودشون علاقه داشته باشن فقط به خاطر جو جامعه نباشه، دوم اینکه آینده همچنان موقعیت کاریش خوب بمونه. مثلا برق تو ایران متاسفانه موقعیت کاریش خیلی دیگه خوب نموند، برخلاف اینکه اون موقع مکانیک و برق مثلا رتبه تک میرفتن و خیلی واقعا پیچیده است، ولی خیلی از دوستانی شانس رو دارن که میتونن با ارشد خوب خوندن یا با کمک مثلا استاد راهنمای خوب توی آینده اون مسیر رو بهبود بدن. حالا اگه در مورد اینم نکته دارید خوشحال میشم بگیم که اگه بعدش برم سوال بعد. آره واقعا اینکه یه نفری که حالا 18 سالش بوده چجوری میتونه انتخاب یا بهترین انتخاب رو داشته باشه یا مثلا چقدر علایقش رو میشناسه و چقدر میدونه که خب این رشته ای که انتخاب کنه، حالا بعضی وقتا این هست که شما یه رشته رو انتخاب میکنه همونو قبول میشه، بعضی وقتا بدون اینکه آدم دانشش رو داشته باشه انتخاب رشته میکنه بعد اصلا یه رشته دیگه قبول میشه، ولی خب همیشه میشه اینو عوض کرد. یعنی اگر آدم یه رشته رو میخونه و مطمئنه که اینو دوست نداره میتونه عوضش کنه، یعنی که بیشتر دنبالش بره. حالا اون زمانی که ما بودیم، حالا نمیدونم چه جوری هست، خیلی مشاوره جدی نبود، یعنی که حالا این سوشال میدیا به این مفهومش نبود که آدم بیشتر از بقیه دانشو بگیره، اما آره واقعا همیشه میشه عوض کرد، میشه چیزای مختلف رو امتحان کرد تا آدم بفهمه که چه چیزی دوست داره دنبالش بره. خیلی هم خوب، مرسی از توضیح خیلی خوبت. رفتین دانشگاه و برق خوندین و به تبع خوب کارشناسی ارشد هم همین بود. حالا آیا این وسط اتفاق خاصی افتاد مثل تجربه کاری یا پژوهشی خاصی و اینکه از کی برنامه‌ریزی مهاجرت رو انجام دادین؟ آره دانشگاه تهران وقتی که وارد شدم شاید اولین تجربه‌ای که داشتم همکلاسیان بودن که خیلی همکلاسی‌های جالب توی بعدهای مختلف و باهوش، حالا از همه جای کشور اومده بودن، این برام یه تجربه جالبی بود که خیلی میتونم ازشون یاد بگیرم و شخصیت های جالبی داشتن. و اون سال حالا دانشکده فنی اینجوری بود که ما اول دانشکده پایین میرفتیم و بعد از یک سال میومدیم دانشکده برق. دانشکده پایین که حالا همین انقلاب بود بیشتر درسای عمومی اونجا برگزار میشد، مثل مثلا ریاضی و فیزیک و اینا. و حالا اون سال اول رو خیلی درسام سخت بود، خیلی عجیب غریب بود برای ما، توی
خیلی شاید بشه گفت که مثل کنکور نبود که خیلی منابع کاملا مشخصه، میدونی باید چی کار کنی و خودتو خیلی آماده بکنی. و من یه مقدار توی دانشگاه اولش گم بودم تا اینکه حالا بیشتر درس تخصصی شروع شد و وقتی که وارد دانشکده فنی حالا امیرآباد شدیم که دانشکده برق بود، یه مقداری اوضاع بهتر شد. درسایی که میخوندیم خیلی شبیه اون درسایی بود که درسای برق، و اینکه توی اون زمان هم باز محیط خیلی فرق میکرد با اون چیزی که توی دبیرستان بود و توی یعنی اینکه چجوری آدم باید نمره هاشو خوب نگه داره. من کاری که میکردم بیشتر این بود که مثلا کتابو میخوندم، شاید یه بار دو بار کتابو میخوندم، ولی خیلی شاید نمره ها بالا نمیرفت. حالا من یه سری دوستای اونجا پیدا کردم که تکنیک های مختلفی رو به من یاد دادن و یکیش این بود که یکی از بچه ها که اسمش محمد هست، من یه ترم با این درس خوندم و روش های مختلفی استفاده میکرد. مثلا خیلی سوال حل میکرد یا میپرسید که چه سوالایی ممکنه توی امتحان بیاد، یا مثلا از چه موضوعی مهمتره. اون قسمت شاید من بیشتر اون ورک سمارت یا یعنی که هوشمندانه کار کردن رو یاد گرفتم، یعنی کار زیاد و تلاش زیاد می کردم اما اون شاید ورک سمارت اون لحظه انجام نمیدادم. و یکی دیگه از دوستانم که خب نقش زیادی داشت، یکی از دوستان بود به اسم هادی. ما اون زمانی که لیسانس بودیم خیلی دوست داشتیم که زودتر وارد مثلا درسای برقی بشیم، زودتر یاد بگیریم. مثلا یه کلاسی بود، کلاس روباتیک بود که یکی از بچه های سال بالایی گذاشته بود که اون رو شرکت میکردیم. یکی دیگه از دوستان همین هادی یه آزمایشگاهی رو رفته بود به اسم آزمایشگاه لایه نازک و برامون تعریف میکرد که چه جوری هست. با یه استادی شروع کرده بود، استاد دکتر مهاجرزاده، و اینا میخواستن نانو تکنولوژی رو شروع بکنن. هادی میرفت توی حالا جاهای مختلف قطعات رو میگرفت، میومد یه دستگاهی رو میخواست بسازه و این برامون خیلی جالب بود و شاید اولین تجربه ما از اینکه مثلا ریسرچ چجوری میتونه باشه، اینکه ما از هادی میشنیدیم که چه کارایی داره انجام میده. خلاصه گذشت و این اکسپریمنت هایی که ران میکردن و این تحقیقاتی که انجام میدادن نتیجه داد و هادی شروع کرد به نوشتن مقاله با این استاد و از آزمایشگاه بیشتر برامون تعریف میکرد که چجوریه. و برامون هم جالب بود یه سری از بچه هایی که توی آزمایشگاه بودن توی خیلی از دانشگاه های خوب آمریکا و کانادا و اروپا رفته بودن و این برامون جالب بود که خب اینم یه مسیری. حالا اون موقع شاید خیلی توی جو اپلای نبودیم ولی اینو که میدیدیم برامون جالب بود. و یه ذره که گذشت سوال میکردیم که چجوری میشه وارد این آزمایشگاه شد و خب انگار یکی از راههاش این بود که تی ای درس دکتر مهاجرزاده بشیم و الکترونیک درس میدادن، الکترونیکی یک درس میدادن. و بعدش که ما سال بعدش من یکی دیگه از بچه ها تی ای دکتر مهاجرزاده شدیم و کم کم وارد آزمایشگاه شدیم. توی آزمایشگاه خب ریسرچ های مختلفی انجام میدادیم. من رشتم میدان بود و این میدان با حالا
اون آزمایشگاه لاینازو که کلین روم داشت، این رو با اون مخلوط کرده بودم و یه سری حالا آنتنایی می ساختم که روی چیپ بود، آنتنایی خیلی در حد پایین، قد کوچیک، یاد مثلا در حد موی سر بود، خیلی کوچیک بود. و خلاصه من لیسانس رو با دکتر شاهابادی و دکتر مهاجرزاده برای ریسرچ و توی آزمایشگاه لاینازو که انجام دادم. و خب خیلی خیلی به نظر خودم خیلی خوششانس بودم که تونستم با این استادهایی که هم کارشون خوب بود و هم این که استادهای خوبی بودن که خیلی میشد ازشون چیز یاد گرفت، آشنا شدم و حالا تزم با اونا انجام دادم. توی دوره لیسانس چند تا مقاله نوشتم و یه اتفاقی که افتاد حالا آخر دوره لیسانس این بود که یکی از این مقاله ها تو کانادا بود و یکی از بچه های حالا هم کلاسی هم دوره ای باش صحبت میکردیم، پیشنهاد کردیم مقاله رو برم ارائه بدم به کانادا و با خانواده که صحبت کردم اونا هم خیلی ساپورت کردن که حتما حمایت میکنن که برم این مقاله رو ارائه بدم و این اتفاق هم افتاد. حالا هم دکتر شاهابادی خیلی کمک کردن و همین که خانواده، و برای اولین بار رفتم و یه مقاله رو توی کانادا ارائه دادم و خب خیلی تجربه جالب بود. یک استادی بود توی دانشگاه تورنتو که این استاد برای من خیلی جالب بود که با اون کار بکنم. حالا به این استاد برمیگردیم که حالا دیگه لیسانس هم داشت تموم میشد و باش صحبت کردم و حالا به دلایل نشد که با اون کار بکنم و تصمیم این شد که برگردم ایران و فوق لیسانس رو بخونم. و اون زمان وقتی نگاه میکردم به جاهای مختلف، همین استاد راهنمایی که داشتم خیلی به نظرم استادای خیلی خوبی بودن و حالا آزمایشگاه لاینازو خیلی دوست داشتم که اونجا کار بکنم. و دوباره امتحان، یعنی دوباره موقع کنکور شد، کنکور ارشد، و دوباره بعد آماده می شدم برای کنکور ارشد. و یک زمانی هم برای کنکور ارشد داشتم و دوباره وارد دانشگاه تهران شدم و توی قسمت ارشد. و اونجا هم خب دوباره این نوشتن مقاله ها و اینا رو ادامه دادم تا اینکه موقع اپلای کردن رسید. حالا چند تا جای دیگه هم رفتم برای ارائه کردن مقاله و اینکه مثلا موقعی که زمان اپلای شد توی سال 2007، من به یه سری استادا ایمیل زدم که دوست داشتم باهاشون کار بکنم. یه استادی بود که توی دانشگاه کالیفرنیا تو سان دیگو بود و به من گفت که اگر بیای اینجا و کاراتو ارائه بدی میتونم در نظر بگیرم، ببینم که حالا چجوری ارائه میدی. و خب این خیلی عجیب بود چون که گرفتن ویزا و اینا خب خیلی سخت بود، از ایران آدم بخواد به صورت ویزیتوری بره به آمریکا. و بهش گفتم که خب میتونم این کارو بکنم و یه چالش بزرگ بود چون رفتن و اومدن و اینا برای فقط یه ارائه دادن. ولی این استاد سالها بود دنبال میکردم، فکر میکردم که هم از نظر میدان و هم از نظر حالا کلین روم و اینا خیلی
سواد خوبی داشت. بهش میگفتن پدر عارف ممز. ممز یه سری از سویچ هایی هست که خیلی کوچیکه، حالا در حد تار موه، ولی دقیقا مثل سویچ عمل میکنه. حالا این سویچ ها میتونه سویچ های متال به متال باشه، فلز به فلز، یعنی که به صورت خازن کپاسیتور باشه. و این چالش رو قبول کردم که برم براش اینو ارائه بدم. و این یک قسمتی بود حالا قبل از اینکه مهاجرت کنم. حالا اگر تو این قسمت نکته یا سوالی هست. نه، عالی بود، خیلی خوب، دارم لذت میبرم. مرسی. اتفاقی که افتاد، یک کنفرانس دیگه هم بود که همزمان داشت برگزار میشد. من رفتم سفارت برای گرفتن ویزا و خلاصه این آفیسر از من پرسید که کانادا چی کار میکردی؟ گفتم رفت دادم مقاله ارائه بدم. گفت که اروپا و انگلیس برای چی بودی؟ گفتم مقاله میخواستم ارائه بدم. و گفت آمریکا برای چی میخوای بری؟ حالا من هم اینکه میخواستم مقاله ارائه بدم، هم پیش این استاد برم، و خلاصه ویزا رو بهمون داد. و ما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم یه سفر اومدیم آمریکا. و خب اون روز فرا رسید که من برم پیش این استاد که بخوام حالا ارائه بدم. قبلش با یه از بچه هایی که اونجا این استاد رو میشناختن صحبت میکردم و میگفتن که این استاد خیلی روک هست. اگر وسط اینکه داری براش ارائه میدی مثلا گفت این کار به درد نمیخوره یا هر چیزی، خیلی خودتو نبازین، همین جوریه، خیلی روک حرفاشو میزنه. حالا اینو بعدا هم دیدیم توی حالا با استادای دیگه، یا اینا خیلی نظرشو به صورت واضح و روک بیان میکنه. وقتی رفتم اونجا من و یه نفر دیگه بودیم که کارمون داشتیم ارائه میدادیم. یکی بود که دکترا رو از دانشگاه UCLA گرفته بود و خب خیلی مسلط، و پروژهش هم پروژه ناسا بود. منم از دانشگاه تهران با پروژه مسترم، با حالا امکانات محدودی که داشتیم و با یه زبان دست و پا شکسته داشتیم میرفتیم که ارائه بدیم. بعد شروع شد و همه تیمش هم اونجا بودن و این نفر اول پروژه هاشو توضیح داد و خیلی پروژه های جالب و پروژه های کاتینگ ایجی بود که داشت ارائه میداد. و بعد نوبت من شد. خب ما رفتیم اون بالا، شروع کردیم به ارائه کردن یه مستر، پروژه مستر. خلاصه اسلاید ها پیش رفت و کم کم اون استرس کمتر می شد تا اینکه رسید به اسلاید آخر. و استاد گفت این اشتباهه. اسلاید آخر رو گفت این اشتباهه. خلاصه ازش پرسیدم چرا اشتباهه؟ گفت نه، این نقطه با این نقطه باید یکی باشه، نیست و اینا. بعد براش توضیح دادم که نه، این دو تا اتفاقا یه نقطه است. به نمودار براش توضیح دادم و خیلی لحظه سختی بود، ولی آخرش قبول کرد که درسته. خلاصه این اتفاق که افتاد، این پذیرش رو به ما داد. و خب یکی از سختترین لحظه های زندگی هم لحظه بود. حالا با یه امید آرزوی اومدی و استادی که خیلی دوست داری باش کار بکنی بهت اون پذیرش رو بده. دو تا دانشگاه دیگه هم بود که دانشگاه میشیگان ان آربر و UCLA بود که اونجا هم پذیرش گرفته بودم. و رفتم این دانشگاه ها رو ببینم، هم استادا رو ببینم، هم لبشون رو ببینم، هم با بچه ها صحبت کنم. خلاصه یه سری دعوتنامه از این دانشگاه ها هم گرفتم که برم اینا رو ببینم. بعد من هدفم اون زمان این بود که سریع درسمو تموم کنم و وارد بازار کار بشم.
یه اعتقادی که داشتم این بود که اگر من همه عمر درس بخونم و بعد بیام بدون اینکه اینداستری رو ببینم، مشکلات رو دیده باشم، برم درس بدم به یه سری آدم، شاید اونقدر اطلاعات ویژه‌ای رو نتونم به آدم ها منتقل کنم. مثلا دوست داشتم اگر یه زمانی میخوام دانشگاه درس بدم، یه صنعت هم دیده باشم، مشکلات واقعی صنعت رو دیده باشم، به جای اینکه مثلا یه سری موضوعات رو خودم فکر کنم که الان توی صنعت اینا مشکله و بخوام اونو درس بدم یا روش مثلا تحقیقات انجام بدم. و خب خیلی هدفم این بود که حتما سریع درس رو تمام کنم و برم توی صنعت. دانشگاه UCLA و دانشگاه میشیگان استادایی که بودن، حالا من هم از خودشون میپرسیدم و هم از بچه ها که این استادا چه جور استادایی هستن، آیا مثلا دکترا رو سریع اجازه میدن تموم بشه و آیا کمک میکنن که آدم توی صنعت بتونه شغلی بگیره. و این ستا رو با هم مقایسه میکردن. یکی حالا همین دانشگاه اناربر و UCLA خیلی استادا نه کمک میکردن و همین که تو بعضی از قسمت ها دکترا 6-7 سال طول میکشید و خب با توجه به اون هدفی که من داشتم، سندیگو بهترین گزینه من بود. و اینکه خب دوست استادش هم خیلی دوست داشتم و فکر میکردم همه گزینه هایی که دوست دارم و توی سندیگو خواهم داشت و هواشم خب خیلی خوبه سندیگو. خلاصه رفتم سندیگو شروع کردم برای PhD. حالا بعد برمیگشتم دانشگاه تهران، دکترا فوق لیسانس رو تمام میکردم و برمیگشتم. حالا اونم یه سری سختی های خاص خودش رو داشت و وقتی برگشتم دانشگاه تهران و فوق لیسانس رو دفاع کردم، اون موقع دکتر فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران بود و حالا داور تز منم بود. وقتی که تمام شد یه جمله ای گفت که جالب بود. گفت که یه نکته که بتونم راجع به هوش بگم اینه که دنبال هر چیزی که بخواد میره تا به دست بیاره. میگفت ما خیلی سعی میکردیم که مثلا یعنی اگر یک جایی به دیوار میخورد از کنارش میرفت و سعی میکرد یه راه دیگر امتحان کنه. من تو دانشگاه من نماینده بچه هم بودم، حالا هم آرای آموزشی بچه ها و همین که حالا سفر برگزار میکردیم و هم یه راهی بود که بتونم به بچه ها کمک بکنم و همین که خیلی دوستای خوبی رو پیدا کردم، چون باید همه رو میشناختی که بتونی بهشون کمک بکنی، مشکلاتشون بدونی. و فکر کنم اونها خیلی کمک میکرد، یعنی از همون اول فقط توی درس نبودم ولی خیلی تونستم یاد بگیرم که مهارت های لیدرشپ رو اون موقع خیلی یاد بگیرم و این هم چیزی بود که خیلی کمک کرد. اینکه موقعی که من حالا توی لیسانس و فوق لیسانس بودم خیلی روی برنامه ریزی کار میکردم، حالا یه توضیح هم بعدا راجع به برنامه ریزی میدم، ولی اونا هم خیلی به من کمک کرد. یعنی یه سری مهارت های جانبی که یاد گرفتم در طول زمان و خیلی بهم کمک کرد بعدا توی زندگی. خب این تا زمان مهاجرت. خیلی عالی و خوب، من مشتاقم بقیهش رو بشنویم. من سوالام یادم نمیره، نگران نباشید. عالی. واسه سال 2007
من مهاجرت کردم و حال جالب بود، من دانشگاه سان دیگو که شروع کردم، این استاد دانشگاه سان دیگو استاد دانشگاه تورنتو بود. دانشگاه تورنتو که من دوست داشتم سال 2005 برم و باش صحبت کرده بودم، در حقیقت 2007 با استاد اون توی دانشگاه یو سی سان دیگو شروع کردم و خیلی استاد خوبی بود و تقریبا همون چیزایی رو که من میخواستم و با بچه ها مشورت کردم راجع بهش، که خب خیلی از بچه های میشیگان و یو سی ال ای هم میگفتن برو سان دیگو. این استاد قبلا دانشگاه میشیگان ان آربور بود و بعدش اومده بود به سان دیگو. حالا اون زمان ما خیلی روی همین پروژه های ممز کار میکردیم و وقتی من وارد دانشگاه شدم، یه ساختمونی هم بودن که تازه ساخته بودن و ساختمون کلایتی بود و وقتی اونجا میرفتم، یعنی هنوز بوی اون ساختمون توی، یعنی بوش هنوز یادمه و امکاناتی که داشت. یعنی وقتی حالا از دانشگاه تهران وارد یه دانشگاه دیگه میشی که خب امکاناتش خیلی بزرگتره و خیلی بیشتره، خیلی سعی میکنی که هم قدرش رو بدونی و همین که از اون امکانات استفاده کنی. این ساختمون کلایتی که حالا یه کلین روم داشت، جایی بود که حالا کلین روم هم توضیح بدم برای کسایی که نمیدونن، وقتی توی اسکیل خیلی کوچیک کار میکنی، مثل حالا بنزه تار مو، حالا در حد 100 مایکرون یا مثلا 500 مایکرون، خیلی ذره هایی که توی هوا هست ممکنه که توی ساخت خیلی اختلال ایجاد کنه. یعنی ذره هایی که توی هوا هست بیاد و توی پروسه ساختن اون وسیله دیوایسی که داری اختلال ایجاد کنه، مثلا این سعی میکنن که همه ذرات رو از توی محیط بیارن بیرون با سیستم تهویه و فیلتر کردن هوا. و خب خیلی دستگاه های خوبی داشتن اونجا و تعداد زیادی بود، اما چون که خیلی از استادها و شاگردها ازش استفاده میکردن، بالاخره باید همه اینا رو وقت میگرفتی، مثلا گفتی از چه ساعتی تا چه ساعتی میخوام. و کسایی که پروسه ساخت آشنا هستن میدونن که بعضی وقتها برنامه همونجوری که فکر میکنی پیش نمیره، یعنی ممکنه که یه دستگاه رزرو کنی آماده نباشی برای اون که تو اون لحظه اش استفاده کنی، یا ممکنه طول بکشه یا هر چیزی. واسه همین من تصمیم گرفتم برای اینکه خیلی بتونم بهتر کار بکنم، از شب تا صبح کار کنم که خیلی از آدما نیستن اونجا. واسه شب میرفتم اونجا و تا صبح میتونستم همه وسایلم رو پهن کنم و شروع کنم آزمایش انجام دادن و بسازم. و مثلا بعضی وقتا میشه تا 40 روز توی این شب تا صبح کار کنم که این دیوایس آماده بشه. اینجوری دیگه نیاز نبود که همه این دستگاه رو رزرو کنم و کارم رو خیلی میتونستم سریعتر جلو ببرم. اینم اون سالهای اول که به این زمینه که دوست داشتم داشتم کار میکردم. و یه اتفاق جالب هم افتاد اون سال 2009 بود فکر کنم یا 2008 بود، که دانشگاه یه ساینس فیر داشت که دعوت کرده بود از همه گروه ها که پروژه هاشون رو توضیح بدن و همه یه حالا یه پوستری داشتن و یا میمدن توضیح میدادن که چیکار دارن میکنن. اون سال دانشگاه ما
دکتر نادری رو دعوت کرده بود که فیروز نادری، فیروز پروفسور نادری فیروز نادری. که سخنران اصلی اون برنامه بود و خب اون اولین زمانی بود که من دکتر نادری رو از نزدیک می دیدم. پس فرصت این شد که توضیح بدم براش کاری که می کنم رو و این اولین آشنایی ما بود و یه دونه ویدیو هم سال قبلش دیده بودم از دکتر نادری که راجع به حمایت کردن از یه بنیاد خیریه صحبت میکرد و خیلی برام جالب بود کسی که هم توی زمینه فضا و جلو بردن پروژه علمی خیلی در سطح مثلا تراز اول دنیا بود و یه قسمت از مصاحبهش میگفت که من اگر و کمک بکنم که یک نفر زندگی خوبی داشته باشه، کسی که حالا خود دکتر نادری سپانسرش بود و برای یه بچه ای توی بچه بی بزاعت مثلا کمک میکرد، میگفت اگر این بچه بزرگ بشه و یه آدم خوبی بشه، برای من از همه کاری که توی ناسا میکردم بیشتر ارزش داره. و خب خیلی این حرفش رو دوست داشتم و احساس کردم که یه آدمی که هم توی مهندسی و ریاست یه قسمت بزرگی رو داشته باشه و پروژه خیلی بزرگی رو توی قسمت مهندسی انجام بده و در عین حال یه آدم خیلی خوبی هست و خیلی مثلا کمک کردن به آدم ها خیلی براش مهمه، برام جالب بود که بتونم بیشتر با این آدم آشنا بشم و اینکه آیا میتونم یه کاری بکنم که منتورم بشه. خلاصه سال بعدش اتفاقی که افتاد، من اون پروژه‌ای که توی دانشگاه انجام میدادم، استادم به شرکت مختلف نشونش میداد. یه شرکتی بود به اسم اجیلنت که از اون کار خوشش اومد و دعوت کرد که برم اینترنشیپ اونجا، که اون محصولی که ساخته بودم روش کار کنم و اینا بتونن اون رو توی محصولات خودشون استفاده کنن، که خب سال 2010 رفتم اونجا و این کار رو انجام دادم. بوده مثلا 3 ماه بود اینترنشیپ و بعد 6 ماه شد و اولین تجربه هم بود که توی یه کمپانی بزرگ کار بکنم. خیلی اون زمان یاد گرفتم، یه کسی بود که رئیس من بود اونجا، ماتیاس، که خیلی هم مهندس خوبی بود و هم خیلی منظم و مرتب کار میکرد. هر روز ساعت 8 صبح آفیس بود، ساعت 12 میرفت ورزش میکرد و هر دقیقهش رو استفاده میکرد. خیلی برای من اینش جالب بود و خب خیلی کمک کرد، خیلی ازش یاد گرفتم و به یه استادم گفت که دیگه بسه، خیلی دیگه رفتی اینترنشیپ، برگرد و دکترا رو تموم کن، وگرنه دکترا هیچ وقت تموم نمی. خلاصه ما برگشتیم دانشگاه و از استادم پرسیدم که خب اجیلنت به نظر که دوست داره که من براشون کار بکنم، حالا به من بگو که من چه کاری باید انجام بدم که دکترا تموم بشه. گفت که باید 6 ماه دیگه بمونی. گفتم که خیلی خوب، اگر از قراره که 6 ماه بمونیم حالا در کنار این کاری که من انجام میدم، اگر بتونم یه کار فوق برنامه انجام بدم، چون زمانش ثابته، مهم نیست که
میخوای من 6 ماه بمونم، من یه کار دیگه هم در کنارش انجام بدم. واسه کاری که کردم این بود که یه دونه student organization شروع کردم اونجا و خیلی تونستیم براش فاند بگیریم و مراسم مختلفی رو برگزار کنیم. اسمش ایستا بود و خیلی آدمای بزرگی هم دعوت کردیم. استاد شجریان بود و استاد بیزایی و خود دکتر نادری رو دعوت کردیم و اون زمان بود که خیلی جدیتر با دکتر نادری صحبت کردم که صورت حالا رسمی، یعنی که به صورتی که بتونه مثلا بیشتر باهاش در ارتباط باشم و بتونم ازش راهنمایی بگیرم توی یه حالا هر ماه هر چند هفته. دکتر نادری هم قبول کردن و زمان جالبی بود. حالا این 14 سالی که بوده، 14 سالی که منتور من بودن، خیلی ازشون یاد گرفتم همیشه. و بعد از اینکه دکترام تموم شد، حالا برگشتم به همون شرکت اجیلنت و به صورت کامل اونجا کار میکردم برای 2 سال. اینم حالا یه فصل دیگه از زندگی تموم میشه که کار کردن توی درس خوندن توی دانشگاه خارج و وارد صنعت آمریکا شدن. توی حالا صنعت توی اجیلنت من یه مقداری میخواستم ریسک کنم. یه سری دستگاه داشتن که دستگاه های قدیمی تری بود و من میخواستم که اطلاعات رو از این دستگاه در بیارم و آنالیز کنم ببینم مثلا مشکلات از کجاست. یه قسمت از ساخت رو داشتم کمک میکردم، یعنی قسمت از ساختنش دست من بود و اینا چیپایی بود که میرفت توی دستگاه ها و من میخواستم مطمئن بشم که همه چیز خوب کار میکنه. واسه همین نیاز به دیتا داشتم و راهی نبود که این دیتا رو از توی ماشین بگیریم بیاریم بیرون و بهشون گفتم من میخوام برم دستگاه رو باز کنم و اطلاعات رو بیارم بیرون به صورت فیزیکی، مثلا یه سیم تبدیلی که اینا رو بیارم بیرون. خب خیلی کار ریسکی بود، یعنی اینکه ممکن بود مثلا یه اشتباهی انجام بشه و دستگاه از کار بیفته، ولی من فکر کردم که این کار درسته، این کاره که بتونم و فکر کردم که خیلی سیفه، مشکلی نخواهد پیش اومد، پیش نخواهد اومد. خلاصه بالاخره رفتم و این کار رو انجام دادم و اون زمانی که داشتم اطلاعات از دستگاه می آوردم بیرون، قشنگ میتونستم ضربان قلب خودم رو حس کنم چون خیلی کار ریسکی داشتم انجام می دادم. و به هر حال اون دیتا رو گرفتم و شروع کردم به آنالیز و خب دستگاه خیلی بهتر شروع کرد کار کردن، مشکلاتش رو سعی کردیم حل کنیم و اونم جالب بود. و 2 سال تو این شرکت کار کردم تا اینکه تصمیم گرفتم بیام توی بیری. حالا اجیلنت شمال، 1 ساعت شمال سان فرانسیسکو بود توی سانتا روزا. من اونجا بودم، یه مقداری از دوستام دور بودم و خب دوست داشتم که بیام و توی بیریا، سان فرانسیسکو بیریا کار کنم. و خب شرکت های دیگه هم، شرکت های خیلی بزرگی اونجا بودن، میتونستم تو اون شرکت ها کار کنم. تا اینکه همون اول که شروع کردم که اپلای کنم، یکی از گزینه ها گوگل بود که باهاش مصاحبه کردم و بهم گفتن که یه دونه
یه پوزیشن هست که ما همین الان میخوایم 2 هفته‌ای باید بیا شروع کنیم، ولی پوزیشنش پوزیشن کانترکت بود. گفتن که خب طول میکشه اگر بخوایم توی این پروسه تو پروسه بریم، ولی این پوزیشن الان هست، یعنی اگر میخوای بیای 2 هفته باید این رو استعفا بدی بیای اینجا. خب یه مقدار بر من متفاوت بود، یعنی خب من همیشه توی یه شرکت فول تایم کار کرده بودم و جالبم این بود نمیدونستی اصلا میخوای روی چه پروژه کار بکنی، یعنی انقدر توی گوگل اکس بود اون زمان، گوگل اکس خیلی مثل یه آزمایشگاه گوگل بود که سرگی برین خودش مسئول اون بود و خیلی خبر و اطلاعات رو اینکه روی چه پروژه کار میکنن بیرون نمیاد. اصلا من نمیدونستم روی چه پروژه قرار کار کنم و چه محصولی از چه مثلا از چه قابلیتی میخوان استفاده بکنن. خلاصه هیچی راجبش نمیدونستم، فقط میدونستم که اگر میخوام برم باید 2 هفته‌ای این شغلم رو استعفا بدم و شروع کنم یه شغل دیگه. که چند نفر بودن که من اون زمان باشون مشورت میکردم، یکی به اسم باب توی همون اجیلنت بود و دکتر نادری استاد دکترام که باهاشون صحبت کردم، گفتم یه همچین شرایطی نظرتون چیه؟ و این شرایطی بود که خب شرایط سختی بود که آدم نمیدونه که بهترین راه چیه و نقش منتورم اینجا خیلی مهمه که کسایی که این مسیر رو رفتن یا اینکه توصیه‌های خیلی خوبی دارن که چه کاری بهتره. واسه همشون گفتن که حتما برو گوگل و ما هم به توصیهشون عمل کردیم. یک باب میگفت که تو ظرف 6 ماه این منتقل میشه به فول تایم، اصلا من شک ندارم. و اتفاقی که افتاد واقعا هم درست بود، یعنی 5 ماه کار کردم، میخواستن که تبدیلش کنم به فول تایم و دوباره حالا توی یه گروه دیگه رفتم و دوباره 5 ماه گذشت، دوباره میخواستن بودن، یعنی توی 10 ماه 2 بار میخواستن تبدیلش کنن به فول تایم و خب بالاخره تبدیلش کردن. و توی گوگل هم من حالا اون اولش که رفتم توی گوگل گلاس کار میکردم، پروژه که اون موقع خیلی پروژه بود که خیلی راجعش صحبت میکردن، البته پروژه نبود که موفق بشه، اما اون زمان یکی از جالبترین پروژه هایی بود که میشد روش کار کرد توی حالا دنیای تک. و یه مشکلی بود که ما تونستیم حل بکنیم توی گوگل گلاس و حالا چند تا پروژه موازی داشتن انجام میدادن که ببینن کدوم نتیجه بهتری داره، و اون پروژه که من روش کار میکردم حالا با زمان خیلی زیادی که روش گذاشتم بهترین نتیجه ها رو داد و من رفتم توی پروژه های لایف ساینس گوگل بعد از اون. اون موقع داخل گوگل اکس بود، بعدن هم سال 2015 و اینا بود که این قسمت، یعنی گوگل تبدیل شد به مجموعی از کمپانیا و اون گوگل لایف ساینس تبدیل شد به وریلی و اسپیناف شد از گوگل و شد الفابت کمپانی و من توی اون قسمت برای سالها کار میکردم تا سال 2017 که یه آدم جدیدی وارد گروه شد که یکی از پزشکای خیلی معروف بود و تونستم که باش شروع کنم به کار کردن و اونجا
یه توصیه کردم که یه گروه تشکیل بده که بتونیم یه سری آیدیه های جدید، دکتر چشم بود، یه سری ایده های جدید بتونیم روش کار بکنیم. یعنی یه گروهی رو شروع کردیم و بعد یه سری آدم رو استخدام کردیم و بعد از یکی دو سال تونستیم که یه فاندی بگیریم از یه شرکت ژاپنی و بتونیم این کمپانی رو اسپین آف کنیم از گوگل به عنوان یه شرکت استارتاپ. خب خیلی اتفاق معمولی نیست اینکه از کمپانی بزرگ بتونی یه کمپانی رو بیاری بیرون، ولی به دلایل خوبی که حالا شما اگه بخوای سرمایه‌گذار خیلی بزرگی رو بگیری توی یه قسمت از لایف ساینس، این کار توجیه داره، به خاطر اینکه ممکنه که یعنی ریسک رو میتونی تقسیم کنی بین کمپانی ها و بعد این ممکنه محصولات به درد یک کمپانی یا حتی چند تا کمپانی بخوره و بتونی با کمپانی مختلف کار بکنی. این اتفاق هم افتاد توی سال 2020، ما این کمپانی رو اسپیناف کردیم از گوگل و 3 سال هم من اونجا کار کردم. توی گوگل من یه جوری مثل انترپرنر بودم که بهش میگن حالا انترپرنر، که روی یه سری ایده ها کار میکردم ولی توی شرکت های بزرگ. یعنی مثلا شما مثلا رئیس یه پروژه هستی که این رو از آیدیا میاری به پروتوتایپ و بعد این کار رو مثلا 3 بار انجام دادم رو پروژه های مختلف، خیلی یاد گرفتم که چجوری محصول رو میاریم به پروتوتایپ و پروداکت، و اونم یک قسمتی بود که خیلی کمک کرد به اینکه من بتونم یاد بگیرم این پروسه رو و توی شرکت بزرگ یه کار، یعنی این پروسه رو یاد بگیرم. تا اینکه 6 ماه پیش با یکی از بچه ها شروع کردیم به ساختن استارتاپ خودمون که میشه فصل بعدی برای در حقیقت اومدن از شرکت بزرگ به شرکت کوچیک و شرکت استارتاپ. بسیار عالی، چقدر لذت بردم از این مسیر. هم چالش های مثبت و رو به جلوی شما که چقدر خوب ازش عبور کردین با سپذیرش، و بعدم حالا رفتن تو اینداستری و یه سری تصمیم های خوب گرفتن، رفتن به صنعت و یه سری تصمیم های خوب گرفتن مثل قرارداد کانترکت با گوگل و اون حالا اون مدل ریسکی که پذیرفتیم، خیلی واقعا لذت بخش بود. حالا من با اجازه شما چند تا سوال میخوام بپرسم. در مورد فصل اول زندگیتون یه سوالی دارم، اینکه خب شما خیلی مستقیم از منتور کمک گرفتین و بارها اشاره کردین که منتور داشتین و حتی یکی از منتوراتونم که روحشون شاد و جاشون توی این اپیزودهای ما خالیه، پروفسور فیروز نادری عزیز بود که جاشون خالیه پیش ما. میخوام اینجوری بپرسم، واسه کسایی که تو دهه اول زندگیشونن از 18 سالگی تا همون 27-8 سالگی و میخوان تازه منتور پیدا کنن، توصیهتون اینه که از چه طریقی منتور رو پیدا کنن، چجوری ازش درخواست کمک کنن و چجوری تو این مسیر جلو برن؟ آره، توی این کلا توی زندگی خیلی از مسیرهایی که آدم میخواد بره رو قبلا آدمای دیگه رفتن و اگر بتونن به شما کمک بکنن که اون مسیر رو شما هم برید، یا اینکه بتونید اون آدم ها رو مدل کنید
و کاری که اونا انجام دادن، نتیجه گرفتن یا نتیجه نگرفتن رو شما هم بدونید و انجامش بدین، این خیلی مهمه. پیدا کردن اون آدمایی که این راه رو رفتن، شما میتونید حالا جاهای مختلف نگاه کنید، ببینید زندگی کسی بوده که شما دوست داشته باشید، مدل بکنید. و اگر اون آدم ها رو پیدا کردید و اونا هم وقت داشته باشن، چون بعضی وقت اینجوری هست که حتی ممکنه دوست داشته باشن حتی کمک بکنن، ولی اون وقت نباشه. اگر بتونید این درخواست ازشون داشته باشین که آیا میتونن منتور شما باشن، و اگر شرایط جور باشه خیلی میتونه به پیشرفت شما کمک بکنه. مثلا شما اگر میخواین برین رشته کامپیوتر ساینس، اگه کسی رو میبینید که این مسیر رو رفته و اون هدفهایی که شما میخواین داشته باشید، این آدم اون مسیر رو رفته و تجربیاتش داره، خیلی توی مسیر میتونه کمک کنه. اینو حتی توی یه سری از صحبت های آنتونی رابینز هم این بود که مدل کردن آدم های موفق، که خیلی توی همه چیز میتونید استفادهش بکنید. مثلا اگر شما حتی یه هدف کوچیک یا هدف بزرگ، مثلا شما میخواید وزن کم کنید، نگاه میکنید کسی چه کسی مثلا وزن کم کرده و تونسته اون کاری که شما میخواید انجام بدین رو انجام بده، سعی کنید اون کار رو انجام بدید. حالا بعضی وقتا ممکنه که مثلا آدما چند لول بالاتر از شما باشن، شما میتونید حتی چند تا منتور داشته باشین توی لول های مختلف و حتی توی یه مسیر، حتی کسایی که مثلا یه قدم از شما جلوترن یا دو تا قدم جلوترن، میتونید از اونها درخواست کنید که بهتون کمک بکنن. اگر بتونید کسی که آردی رفته این مسیر رو خیلی خیلی جلوتره متقاعد کنید که منتور شما بشه، خب این خیلی خیلی خوبه. اگر هم نشد، حالا مثلا کسی که دو قدم از شما جلوتره، ازش بخواید که منتورتون باشه تا اینکه تو این مسیر بتونید رشد بکنید و کم کم برسیم به یه حدی که کسایی که در ابتدای راه از شما خیلی جلوتر بودن قبول بکنن که منتور شما باشه. بسیار عالی، خیلی ممنون. توی فصل دوم زندگی خب تجربه خیلی خوبی داشتین واسه مصاحبه گوگل. این که خب خیلی از دوستان خودتون هم مطلع هستین، فکر کنم تو اطرافیانتون هم ببینید که الان یا مستر یا دکترا رو تموم کردن تو امریکا و چالش پیدا کردن شغل رو دارن و حالا خیلی هم دوست دارن که تو کمپانی بزرگ برن اون کار رو تجربه کنن. چه راههایی پیشنهاد میکنید که بتونن اونا راحت تر به کمپانی های بزرگ برسن؟ از چه تکنیکی، حالا لینکدین، نمیدونم ریفرال، یا مثلا سنتی اقدام کنن توی حالا اوپنینگ ها یا هر چیزی، یا هر چیزی که خودتون فکر میکنید، چه راههایی پیشنهاد میکنید؟ و اینکه یکم هم بیشتر در مورد نحوه مصاحبتون توی گوگل بگید و اینکه فرایند به چه صورت با جزئیات گذشت براتون، ممنون میشم. حتما. اینکه شما چه مهارتهایی دارید که برای اون کمپانیا به درد بخوره و اینکه توی چه شغلایی شما رو میتونن بگیرن، میتونید از دید کسی که میخواد شما رو مصاحبه کنه و بگیره توی اون شرکت نگاه بکنید که اون استعدادی که دارید و اون درسی که خوندین یا پروژه هایی که انجام دادین چجوری میتونه به درد اونا بخوره. یه راهی هم که کمک میکنه همین که بیشتر راجع به کمپانی تحقیق کنید، حالا کمپانی هایی که شون اپلای میکنید، اینه که در جریان باشین که توی هر قسمتی چه پروژه‌ای رو دارن انجام میدن. این خیلی کمک میکنه که وقتی شما وارد یه مصاحبه میشین، بدونید که این مصاحبه مال چه گروهیه، گروه هدفش چیه، تا چند سال دیگه
کجا خواهد بود، شما چجوری میتونید بهش کمک بکنید. اینکه وارد یک مصاحبه میشین طرف بدونه که شما تحقیقاتتون رو انجام دادین و میدونید که اون گروه چیه، اون کمپانی چیه، و وقتی هم ازشون میپرسن که سوالی دارید، اینکه بدونن که شما میدونید راجع به اون گروه خیلی مهمه. حالا برای آماده شدن، بعضی وقتا اگر کسی قبلا دوباره همون مدل کردن آدم هست، اگر قبلا کسی اون راه و رفته، اون پذیرش رو گرفته توی اون رشته شما میخواین، اینکه چه سوالاتی رو میپرسن و چجوری آماده شدن اون آدمایی که این مسیر رو رفتن، اینکه شما بتونید اون کار رو انجام بدید. مثلا بعضی وقتا این هست که میگن فلان کتاب باید بخونی، فلان کتاب خیلی کمک کرد، یا اینکه مثلا یه سری سوالای معمول هست که توی اون قسمت انجام میشه، یا یه سری مثلا سوالای کودینگ میپرسن، اینکه بتونید اونها رو انجام بدید. بعضی وقتا حتی حالا وبسایت هایی هست که میتونید ماک اینترویو داشته باشین. این هم یه مسیری هست که بهتره که بدونید که اون کمپانی چی میخواد از شما توی مصاحبه و بتونید آماده بشید برای اون. یه راه دیگه هم که خیلی کمک میکنه ریفراله. کسی اگر کسی رو توی اون شرکت میشناسین یا دوست دوستتون توی این شرکت هست، اگر بتونن براتون یعنی از طریق داخل کمپانی رزومه شما رو روی وبسایت داخلی بذارن، احتمالا شانستون بیشتر میشه، حتی ممکن شانستون چند برابر بشه. اینکه بعضی وقتا یه مشکلی که ما توی کمپانی بزرگ داشتیم این بود که مثلا یه دونه شغل رو که باز میکردیم ممکن اون چند صد نفر اپلای کنه، و بعد اینکه یه نفر حالا توی همه کارهایی که داره بیاد و این 700 تا رزومه رو دقیق بخونه، این اتفاق نمیافتاد. اینکه مثلا بتونید تمام رزومه ها رو مثلا یه وقت زیادی روش بذارید، ممکنه یه بازش میکردین، یه نگاه میکردین ببینید که چجوریه، و همینجوری از روش میخوندید و ببینید یه نفری که خب حالا کارش شبیه اون چیزی هست که شما میخواین رو داشته باشه، و بعد دعوتش میکردین برای حال مصاحبه تلفنی و مصاحبه حضوری. مثلا این یه احتمالی داره که رزومتون کامل بررسی نشه، یا یعنی اینکه مثلا یه نفر اگه بخواد یه زمان روی مثلا 700 تا رزومه ای که اپلای شده بذاره نمیشه، این یه ذره سخته. واسه همین اگر از طریق داخل یه نفر شما رو ریفر بکنه، احتمال اینکه حالا مصاحبه تلفنی بگیرید یا مصاحبه حضوری خیلی بیشتر میشه. این هم یه تجربه دیگه است که کمک میکنه. من خودم خیلی زیاد اینترویو انجام ندادم، ولی حالا اینترویوهایی که داشتم حالا توی گوگل خیلی نمیشد بفهمیم که روی چه چیزی کار میکنم. البته از دوستا پرسیده بودم تا یه حدی حدس میزدم که چه پروژه‌ای باشه، ولی باز 100% نمیدونستم، و این یه ذره کارو سخت‌تر میکنه. یعنی اگر شرکت خیلی اطلاعاتش بیرون نباشه، باز اینکه بتونید تحقیق کنید سخت‌تر میشه. بسیار عالی، خیلی کامل و جامع بود، مرسی. حالا یه مسیری رو شما داشتین میرفتید که مسیر مطمئنی بود، یعنی کار کردن به صورت فول تایم توی کمپانی گوگل و حالا شرکت زیر مجموعه. چی شد که تصمیم گرفتین برید سمت دنیای استارتاپ و چه چیزی توی فضای کاریتون رو نمیدونم کمبودش رو حس میکردید، یا اینکه آیا انگیزه مضاعفی بیرون داشتین که تصمیم گرفتید بیایم بیرون و توی استارتاپ خودتون برید؟ در مورد اون دنیا هم به ما بگید، ممنون میشه. سوال جالبیه. من همیشه دوست داشتم که شرکت خودم رو داشته باشم، و شاید بشه گفت که
10 تا 12 سال برای این برنامه ریزی میکردم. خیلی جالب، یکی از کسایی که دانشگاه تهران با هم دیگه بودیم و یه شرکت استارتاپ موفق داشت، چند سال پیش من گفت که تو چرا استارتاپ نزدی؟ چون اگر میپرسیدن از من که توی این دورها کی استارتاپ میزنه، اولش میگفتم تو هستی که استارتاپ میزنی. و درست هم میگفت، من خیلی محیط استارتاپ و اینکه مثلا یه ایده رو از اول بیاریم به محصول، اینو خیلی دوست دارم. و حالا اگر نگاه کنید این داستانی که تعریف کردم، خیلی ایده ها رو دوست داشتم که بیارم و تبدیلش به واقعیت بکنم. حالا توی گوگل هم، حالا توی اولش توی دانشگاه کالیفرنیا تو سان دیگو، مثلا یه گروه دانشجویی رو از صفر شروع کردیم، مثلا براش فاندینگ گرفتیم و کلی ایده هایی که داشتیم رو اونجا عملی کردیم. حالا این یه فکری بود که نان پروفیت بود و توی گوگل هم همینطور یه گروه ایرانی ها بود که ایرانیان گوگلرز بود که اینو ثبت کردیم، براش یه سری فاندینگ گرفتیم و حتی اون اولا یه برنامه بود که قرار بود ایرانی ها دور هم جمع بشن و ممکن بود تک و توک بیان. مثلا فکر کرده بودم که اگر غذای ایرانی داشته باشه توی گوگل، احتمالا خیلی دوست داشته باشن شرکت کنن و از گوگل خواسته بودم که یه غذای ایرانی هم اضافه کنه. مثلا یه پروژه بود که چند سال روش کار کردم. حالا این اصلا شغل من نبود توی گوگل، من کار مهندسی و پروداکت رو میکردم، ولی به عنوان یه کار جانبی ضرب و تقسیم کرده بودم که به این دلیل به این دلیل شما خوبه که یه غذا ایرانی هم داشته باشین، که خب خیلی شرکت جالبی هست گوگل، حالا راجع به گوگل هم توضیح میدم، و خیلی صدای کسایی که اونجا کار میکنن رو میشنوه و به کارمنداش خیلی ارزش میده و یکی از بهترین تجربه های من بوده کار کردن توی گوگل. و اونم باز یک قضیه بود که خیلی روش وقت گذاشتیم، با چند از بچه های دیگه، بهداد خیلی کمک کرد و مانی توکتم. یه چیز دیگه هم که توی گوگل بود، این دودل نوروز بود که باز یه ایده بود که سالها روش وقت گذاشتیم. البته اینو فکر کنم چند سال بعد از اینکه من اومدم بیرون به نتیجه رسید بالاخره، و امسال این دودل نوروز در سطح خیلی گسترده‌ای اومد بیرون. یعنی اینکه یه سری ایده بود همیشه، حالا توی بیشتر داخل شرکت های بزرگ یا توی ایده های نان پروفیت که از ایده برسه به محصول، اینو من خیلی دوست داشتم. و اینکه شما بخوای از یه شرکت بزرگ بری به شرکت استارتاپ، باید آماده بشی، یعنی چندین تا نکته هست که من فکر میکردم که باید آماده بشم قبل از اینکه شروع بکنم به کمپانی استارت. یعنی شاید نشه گفت کم بود، ولی بشه گفت که کمپانی بزرگ خیلی خیلی جنبه های مثبتی دارن، اما اینکه بخوای یه ایده رو کامل از اول تا آخر بیاری یه ذره سخت‌تر میشه توی کمپانی های بزرگ. حتی تو کمپانی بزرگم اون کاری که من میکردم تقریبا یه استارتاپ بود داخل گوگل، که میتونستم ایده رو از قشنگ یه عکسی رو فرستاده بودم که یه ایده پای تخته بود و یه محصولی که ساخته بودیم و گذاشتیم روی میز و اینا رو کنار هم دیگه گذاشته بودم، که یه ایده رو ما آوردیم به یه محصولی که الان داره کار میکنه. اولیش تجربه بود، اینکه اگه من
اولی که وارد شدم کمپانی خودم می بودم، تقریبا میشه گفت که همه تخم‌مرغ رو توی یه دونه سبد گذاشته بودم. یعنی چی؟ یعنی شما بحث حقوقتون هست، بحث اکویتی هست که مثلا مقدار سهامی که توی این کمپانی دارید، خب فکر کنید کمپانی خودتون رو زدین، حقوقتون بعد از این جا تأمین بشه، تمام حالا اکویتی یا استاک هایی که خواهید داشت اینجا هست، تمام زمانتون رو دارین میزنید توی این کمپانی، و در عین حالم اگر توی کمپانی بزرگ کار نمی کنید، خب بالاخره اون حقوق کمپانی بزرگ رو ندارید. و دو حالت داره، دو حالت اکستریم. یکی اینکه کاملا موفق بشه که خب شما یه سود خوبی میبرید، ولی اگه موفق نشه تمام تخمقاتون توی یه سبده که بعد از مثلا سالها یه دفعی میبینید که روی یه چیزی انگار بت کردید و به نتیجه نرسید. خب واسه همین خیلی نیاز، من فکر کردم که نیاز دارم که آماده بشم برای این. چجوری آماده بشم؟ اولیش تجربه است. اینکه شما اگه توی مثلا کمپانی، یعنی من اگر کمپانی بزرگ کار نمی کردم، خیلی از تجربه ها رو کسب نمی کردم. حالا این تجربه ها می تونه توی قسمت این باشه که چجوری آدم رو استخدام کنید، چجوری با برای آدم های مختلف ایدتون رو بگید، یا اینکه فرهنگ سازمانی باید چجوری باشه، یا اینکه آدما چه چیزایی رو میخوان، یا اینکه تیم ورک چجوری خواهد. خیلی چیزا بود که من توی کمپانی بزرگ با کار کردن اونجا یاد گرفتم. اگه از اول بدون اینکه هیچ جا کار کنم میرفتم و یه شرکت میزدم، اونا رو نداشتم. یه قسمت دیگهش هم قسمت مثلا مالیه. خب حالا کسی که وارد دنیای استارتاپ میشه، یا میره مثلا فاند ریز میکنه، یا اینکه سعی میکنه که اولش خودش محصولش رو بیاره بیرون و بعد نشون بده که این کار میکنه و بعد فاند ریز کنه. دوباره اگر کسی که میخواد از کمپانی بزرگ، یا اینکه از همون اول بخواد کمپانی بزنه، یا باید یه آیده خیلی خوبی داشته باشه که مطمئن باشه کار میکنه، که خب این خیلی سخته بخواد، اینکه توی استارتاپ بسیار چیزا هست که آدم نمیدونه، و یا اینکه خیلی شانس هم درگیر هست اینکه شما ایدهتون به یه جایی برسه یا نرسه. و خب مثالش خیلی زیاده که حتی ایده خوب مثلا توی زمانی که نبوده، یا اینکه مثلا ایده خوب بوده پول نبوده، یا مثلا ایده خوب بوده تیم نبوده. کلا اینکه وقتی شما میرید و استارتاپ رو میزنید، نگرانی مالی کمتری داشته باشید، یعنی اینکه بتونید حتی استارتاپ رو بتونید از نظر مالی به یه جایی برسونید، نیاز به آماده شدن داره. یعنی راهی که من فکر کردم راه خوبیه برای من اینه که اول توی کمپانی بزرگ باشم و آماده بشم، و در توی یه لحظه ای که لحظه درستی هست استارتاپ خودم رو شروع کنم. این راهی بود که من رفتم. بسیار عالی، خیلی تجربه خوبی بود و مرسی از توضیح کاملت. خب ما میایم سراغ همون مسیر زندگی شما، رسیدیم به استارتاپتون. حالا خوشحال میشم بیشتر در مورد حالا ایدهتون بگین و تو چه فازی هستین و قراره چه مشکلی رو از جامعه رفع کنین. حالا الان توی دقیقت استرچ مود هستیم، هنوز کامل ایده رو نگفتیم به حالا دوستا و اینا میدونن، ولی هنوز به صورت پابلیک عمومی این رو اعلام نکردیم. کاری که حالا استارتاپ کلیاتش رو که براتون بگم، واقعا
خیلی قسمت های زیادی داره برای اینکه شما اون کارا رو باید انجام بدین که یه استارتاپ خوب داشته باشین. حالا اولش اینه که باید بدونید که چجوری یه ایده رو بیارین به محصول، و قسمت اولش اینه که شما اگر بتونید یه کسی رو پیدا کنید که حالا کوفاندر خوبی باشه، این خیلی کمک میکنه، بخاطر اینکه کار کلا زیاده و اینکه بتونید یه نفر رو داشته باشین که باهاش مثلا ایده ها رو ببرید جلو، یه نفری که یه اون چیزایی که شما خوب نیستین خوب باشه، بتونید مکمل هم دیگه باشین، و اینکه بتونید یه تیم خوبی باشین، چون استارتاپ شاید مثلا 10 سال طول بکشه، 5 سال طول بکشه، کار خیلی سریع نیست. البته بودن آدمایی که سریع تر این کار رو انجام دادن، ولی خب ممکنه به چیزهای دیگه بستگی داشته باشه که از دست آدم خارج باشه. خب واسه همین پیدا کردن یه نفری که باهاش این کمپانی رو بزنید که بتونه اون کار زیاد رو سرشکن کنید بین حالا 2 نفر یا چند نفر، این خیلی کمک میکنه. مثلا ما با کیارش که کوفاندر من هست، وقتی بار نشستیم مقدار حالا تعداد دپارتمان های مختلفی که داریم و نوشتیم، یعنی اون قسمت هایی که ما باید روش کار بکنیم، شاید نزدیک 20 تا دپارتمان مختلف شد. اینکه ما باید مثلا روی همه این قضیه ها کار بکنیم، مثلا این کار زیادیه. یعنی مثلا خیلی از کمپانی بزرگ که آدم میره یه قسمت کوچولو از یه مشکلی رو باید حل، ولی تو استارتاپ از اول تا آخرش رو آدم باید انجام بده. حالا چه از نظر اینکه باید اون دانشش رو داشته باشه، مثلا ببینید شما وقتی میخوای اپلای کنی، یه سری ها این مسیر رو رفتن و بهت میتونن بگن که چجوری این کار رو بکن و شما هم خیلی یاد میگیری و اون کار رو انجام میدی. استارتاپ هم همینه، اینی که خیلی رفتن حالا از طریق کتاب یا از نظر شنیدن تجربه هاشون، یا حتی همون منتور پیدا کردن، اینکه منتور داشته باشید توی این مسیر خیلی کمک میکنه، یا حتی بشنوید که نظر کسایی که این راه رفتن چجوری هست. حالا یه اتفاقی هم که افتاد و خیلی تصادفی بود، این بود که ما وقتی شروع کردیم، چند ماه بعد از اینکه شروع کردیم، یه VC هست به اسم پر گلابی که شروع کرده، 2 نفر شروعش کردن، پژمان و مر، که یه برنامه برای اون فاوندرهای ایرانی داشت که پرژن فاوندر سرکلز بود، که ما به اون برنامه هم اپلای کردیم و چند صد تا شرکت دیگه و یا فاندرهای دیگه هم اپلای کرده بودن و 6-7% آدم ها رو میگرفتن و براشون یه دوره گذاشته بودن، و خب خیلی کمک کرد بهمون از این نظر که هم ورکشاپ هایی داشتن و هم آدمایی که این مسیر رو رفته بودن اونجا صحبت میکردن، یا چیزایی که مثلا نیاز داشته باشین مثلا از نظر کارهای لیگال، یا اینکه مثلا اینکه چه جوری ایدهتون رو برای بقیه توضیح بدین، و اونم خیلی نظر زمانی خیلی به ما میخورد و اونو شرکت کردیم و بهمون کمک کرد. اتفاقا قسمت دوم، یعنی اون اولین برنامه بود از این سری، که اتفاقا سری دومش هم الان باز کردن که کسایی که حالا توی دنیای استارتاپ هستن و اول راه هستن میتونن اپلای بکنن. اینم از نظر نالج، که اون نالج اون دانش استارتاپ رو
آدم باید یاد بگیره و بعضی وقتا همون لحظه ای که شما یاد میگیرین باید عملیش هم بکنید. این هم چیزی بود که خیلی به ما کمک کرد. و خیلی جالبی استارتاپ اینه که شما هر روز یه مشکلی هست که باید حلش بکنید. یعنی نگاه میکنید به اینکه الان چه موضوعی برای استارتاپ مهمه، اینکه هر روز میای مثلا یه روز استخدامه، شما این نیاز دارین که یه کاری رو برید جلو و بعد میبینید که چه آدمی رو باید پیدا کنید، چجوری باش مصاحبه کنید، چجوری مطمئن باشین که اون آدم برای استارتاپ شما مفید خواهد بود، از نظر هم اینکه مطابقت فرهنگی داشته باشه و هم اینکه کارشو بلد باشه و اینکه یه روزی میخواین شما مثلا سرمایه گذاری جذب کنید، اونو باید چجوری انجام بدین، که چجوری با کسایی که سرمایه گذاری میکنن صحبت میکنید، اینکه مشتری چی میخواد، با کسایی که مشتری هستن صحبت کنید، با کسایی که حتی پارتنر شما هستن توی که به مشتری سرویس بدین یا یه محصولی ارائه بدین، و اینا خب خیلی کمک میکنه. و همین حالا اون منتوری هم که گفتم باز کسایی بودن که به ما کمک کردن یه این مسیر که خب خیلی استارتاپ دیدن و میدونن این مسیر چجوری هست. رحیم خیلی به ما کمک کردن، خیلی میدونی چیزایی که مثلا آدم قراره توی مثلا 6 ماه یه سال کار یاد بگیره، بعضی وقتا مثلا با یه 15 دقیقه صحبت کردن با یه نفری که صدها استارتاپ رو دیده میتونه شما بندازه جلو. و این چیزیه که خب حالا میتونه خیلی مهم باشه هم توی استارتاپ هم توی جاهای دیگه، ولی بیشتر استارتاپ ها یه جایی حالا یا نمیتونن ادامه بدن، یه جایی گیواپ میکنن. اینکه بتونید بمونید روی اون چیزی که مطمئن هستین که مشکلش هست و شما میتونید حلش بکنید، و در این حال هم اگر دیدید که اون چیزایی که فکر میکردید که درسته و به نظرتون اومد، یا اینکه تحقیق کردین اینکه اونا درست نیست، اینکه پیویت کنید یا اینکه مسیرتون رو عوض بکنید، اینم کار درستیه که آدم انجام بده. و خیلی ها شاید به اونجا نمیرسن، یعنی واقعا اینقدر کار سختی هست برای انجام دادن، شما باید یه سری توانایی رو همزمان داشته باشید و کار زیاد بکنید و همون لحظه یاد بگیرید، اجرا کنید، توی سافت اسکیل ها خوب باشید، با آدم ها خیلی خوب بتونید ارتباط برقرار بکنید، استخدام کنید. خلاصه یکی از جالبترین کارهاییه که تا حالا انجام دادم. یعنی میشه گفت از نظر حرفه‌ای الان یکی از خوشحالترین زمانهایی هست که من داشتم، گرچه خب کمپانی بزرگ رو هم خیلی دوست داشتم و حالا راجع به گوگل هم یه ذره بیشتر صحبت خواهم کرد که چقدر کمپانی جالبی بود، ولی در عین حال اینه که هر روز بیای و یاد بگیری کلی توی زمینه هایی که هیچ وقت، حالا مثلا شما اگه مهندس هستی یه قسمتی از مشکل یه نفر رو داری حل میکنی، مثلا یه محصولی هست که شما داری یه قسمتش حل میکنی، ولی اینکه یه دفعه شما بخوای تمام مشکلات تمام کمپانی رو حل بکنی، مثلا اینکه شما باید بتونی بفروشی، سیلز بلد باشی، یا مثلا مارکتینگ بلد باشی،
استخدام که هایرینگ بلد باشه. اینا همش در یک زمان خیلی فرصت به آدم میده که یاد بگیره، و این چیزی است که آدم من خیلی دوست دارم. عالی، چقدر نکته خوبی گفتین. یکی از این چیزهایش که من خودم خیلی دوستش دارم که بهش اشاره کردین همون مهارت های نرم یا همون سافت سکیلز که چقدر کمک میکنه به یه استارتاپ. ولی یکی از سوالهای آیندهمون هم بود، ولی خب چون جاش هست الان میپرسم. چه مهارت های نرمی رو یک کسی که الان کارآفرین هست باید بیشتر از همه تو خودش تقویت کنه تا بتونه بهتر هم تو مارکت پوزیشن بشه، هم سرمایه گذار خوبی بگیره و هم برندش رو بتونه موفق تر کنه؟ سوال خیلی خوبیه. شاید قشنگترین جوری که شنیدم اینو یه نفر بگه لیلی بود، لیلی صرافان، توی همین PFC برنامه پر میگفت که توی استارتاپ همه آدمایی که شما باش سر و کار دارید، چه کارمندتون باشه، چه سرمایه گذارتون باشه، چه کوفاندرتون باشن، همه اینا آدمن. و اینکه بتونید با آدما خیلی خوب ارتباط برقرار کنید و همین مهارت های نرم رو داشته باشین، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که تو این مسیر جلو برین. و واقعا درسته اینکه آدم بدون مثلا همین مهارت های نرم داشته باشه، روانشناسی بدونه که چجوری میتونه به بهترین نحو ارتباط برقرار کنه با آدمای دیگه و آدما دنبال چه چیزایی هستن. اینا رو اگه آدم یاد بگیره خیلی توی قسمت مختلف میتونه کمک بکنه. یه دونه مصاحبه هم بود که با CEO Airbnb بود و یه چیزی که میگفت که ما خیلی دوست داشتیم این بود که میگفت مثلا کوفاندرها باید توی 10 سالی که با هم هستن فکر کنید هر روز 3 تا چیز هست که راجبش بحث میکنه. توی 365 روز توی 1 سال میشه 1000 تا موضوع و توی 10 سال میشه 10,000 تا موضوع. و اونا به این نتیجه رسیدن که هیچ یه موضوعی ارزش اینو نداره که پارتنرشیپشون خراب بشه. و یه کاری که کیارا شما این کردیم این بود که یه عدد روش گذاشتیم، یعنی گفتیم که خب مثلا چند نفر که یه کمپانی رو میزنن، اگر 1 بیلیون قرار باشه در نهایت اینا ببرن، یعنی کمپانیشون مثلا ارزشش بشه 1 بیلیون دلار در 10 سال آینده، هر یه دونه بحثی که آدما میکنن یا میتونن 1 قدم به اون سمت نزدیک بشن که میشه مثلا 100,000 دلار، یا میتونن کل پارتنرشیپ رو خراب بکنن که میشه 1 بیلیون دلار بهش نمیرسه. یعنی یه ایده جالب بود که ما هر صحبتی که میکنیم میتونیم 100,000 دلار بریم جلو یا میتونیم 1 بیلیون بیایم عقب. و این هم باز همون مهارت های نرمه که آیا میتونید اون بیگ پیکچر رو ببینی وقتی داری صحبت میکنی، وقتی داری ایده میدی، اینکه بتونی گوش کنی که طرف مقابل چی میگه، اینکه بتونی کامپرومایز کنی، بتونی بهترین راه رو پیدا کنید، این خیلی کمک میکنه. حالا توی استخدام هم همینه، اونم باز یه مهارت دیگه است که بتونید ببینید که این آدم آیا از نظر فرهنگی، از نظر کالچرال به کمپانی شما میخوره یا نمیخوره. اینکه میرید مثلا برای یه نفر پروژهتون رو توضیح بدید، مثلا میخواید فاند بگیرید، میخواید مثلا پول بگیرید برای کمپانی، اینکه بخونید ببینید که توی ذهن آدما چی میگذره، یا اینکه الان موقعیت چجوریه، اینا واقعا یه سری مهارت های دیگه است که شاید توی کتاب
کتابایی که حالا مثلا توی مدرسه یا توی کتابای معمولی که آدم ممکنه که خونده باشه نباشه، یه مهارت های دیگه ای هست که جدا از مثلا حالا ریاضی و فیزیکیه که خوندیم یا رشته هایی که خوندیم. مثلا این خیلی جاهای استارتاپ هست که این مهمه. اگه بخواید منتور پیدا کنید، اگه بخواید حتی مثلا شما اگه بخواید با وندورا صحبت کنید، بخواید با یه نفر پارتنر بشین، اگه بخواید ادوایزر بیارین، همه اینا نیاز داره که اون مهارت نرم رو داشته باشید. مثلا خیلی خیلی مهمه. واقعا یه کلاس آموزشی خیلی فشرده است. اگر یعنی وارد استارتاپ که آدم میشه و استارتاپ میخواد بزنه، خیلی موضوعهای مهمی است که باید یاد بگیره و همون لحظه هم باید یاد بگیره. این جذابش میکنه برای ما. چقدر نکته خوبی. حالا این بخش رو خیلی واسه خود منم خیلی بخش جذابیه، با اجازهتون یه چند تا مورد رو میگم در موردش. آره واقعا یه وقت نگاه میکنی میبینی یه استارتاپی تونسته خیلی خیلی پول خوبی بگیره، تیم خوبی هایر کنه، و نگاه میکنی حتی ایدهش از ایدهی که تو داری هم معمولی تره. شاید ایده تو خیلی مثلا پرابلم گنده تری رو داره تو دنیا حل میکنه، ولی نگاه که میکنیم مثلا اون کوفاندرها هم مهارت نرمشون خوبه، هم درست تصمیم گرفتن، هم درست مشکلها رو، اینا همش مهارت نرم دیگه، دیسیژن میک، یعنی تصمیم گیری خوب، حل کردن مشکلات خوب، ارتباط برقرار کردن، پرزنتیشن، مهارت پرزنتیشن، مهارت تیم ورک. و نگاه میکنی یه دفعه 10 تا از این مهارت نرم اون آدم از مثلا ما بهتره، و نگاه میکنیم اینا جای خالی اون ایده رو حتی پر کرده، و خب اینوستور فکر میکنه این آدما میتونن پول رو چند برابر کنن. همون اتفاق که الان تو بچه های این چند تا فارغ التحصیل UFT Open AI افتاد، که مایکروسافت و خیلی از اینوستورهای دیگه دیدن که آقا این بچه ها میتونن در واقع پول رو چند برابر کنن، یه آینده رو تو اینا دید. واقعا همینجور که حجر عزیز عالی اشاره کردن، هرچی ما در طول دوران رشدمون وقت بذاریم روی این مهارت ها و بهبودشون بدیم، چه کارآفرین بشیم چه نشیم، سرعت بالاتری میتونیم موقعیت های رشد رو پیدا کنیم و بزنیم یه طبقه بالاتر از زندگیمون، گولامون رو بتونیم تیک بزنیم. حالا اگه نکته هم هست میخواین شما بگین که بعدش برم ادامه سوالات. نه خیلی خوب اشاره کردیم. واقعا ممکنه توی استارتاپ صدها یا هزاران کار باشه که باید شما انجام بدین، و این مهارت های نرم خیلی کمک میکنه. و جالبه که خیلی فکر من ایده مهمترین چیزه، ولی اینکه شما اون ایده رو چجوری عملی میکنید از همه مهمتره. اتفاقا این رو خیلی استیو جابز روش تاکید داشت که از ایده تا عمل ممکنه مثلا هزاران قسمت باشه که اینا باید خیلی خوب کنار همدیگه قرار بگیره. یعنی این نیست که شما مثلا یه ایده خوب داشته باشین به یه نفر بگین بره انجامش بده. نه، واقعا 90% یا حتی بیشتر اون انجام کاره، و توی اونا کلی مهارت های نرم یا حتی خیلی مهارت های دیگه نیاز هست که آدم یاد بگیره. اینکه آدم کنجکاو باشه یاد بگیره، و واقعا کار زیادی، یعنی اگر فکر میکنید که یه استارتاپ آدم میزنه و خیلی زودم نتیجه میگیره، اینجوری نیست. یعنی باید خودتون رو برای 5 سال تا 10 سال آماده کنید. خیلی وقت ما توی رسانه مثلا بیشتر اون کمپانیایی که یه دفعه به نتیجه رسیدن یا کسایی که مثلا یه ایده داشتن یه دفعه به نتیجه رسیده، آدم اینا رو میبینه، اما پشتش رو نمیبینه که سالها کار بوده، اینکه چه کسایی کار کردن،
یا اینکه اون شکستها رو آدم نمیبینه، فقط قسمتی که اینا به نتیجه رسیدن رو میبینه و ممکنه که فکر بکنه که خب چقدر ساده است. ولی خب اینجوری نیست. یعنی اگر، یعنی واقعا باید علاقه داشته باشین. اگر استارتاپ میخواین بزنید واقعا باید هر روز صبح بلند شین و به اون کار علاقه داشته باشین. یعنی اگر چیزی هست که شما رو 5 صبح 6 صبح از رخت خواب بلند میکنه که برید و اون کار رو انجام بدین، حالا نه تنها در استارتاپ، تو هر زمینه زندگی، بعد ببینید که اون چیه که خیلی شما دوست دارید که انجامش بدین. یعنی حاضرید که از خوابتون بزنید یا صبح شما رو از تخت مثل فنر میاره بیرون که برید و مثلا اون کار رو انجام بدید. و این یکی از مهمترین چیزاست. چون ببینید کار مثلا ممکنه 8 ساعت 10 ساعت روزتون رو بگیر. اگر کاری انجام بدین که دوستش ندارین واقعا، یعنی وقتی اون کار رو انجام میدید گذر زمان رو اگر حس نمی کنید و اون کار رو دوست دارید، این خیلی مهمه که اینو پیدا کنید. اون چه کاری هست که هم شما رو صبح ساعت 5 6 صبح از تخت میاره بیرون و هم اینکه هر چقدر روش کار بکنید خسته نمیشید، مثل بازی میمونه براتون، یا اینکه دوست دارین اون کار انجام بدید. این یکی از مهمترین کارهاییه که آدم باید تو زندگیش انجام بده، اینکه بفهمه که چه کاری رو دوست داره انجام بده. و تو استارتاپ هم همینجوری، اگر واقعا اینکه مثلا حل کردن مشکلات و ساعتهای بسیار زیادی رو توی استارتاپ میذارید و هنوز خیلی خوشحالید و این پروسه رو دوست دارین، استارتاپ برای شما هست. ولی اگر که یه چیزی هست که خودتون رو میکشونید که این کار رو انجام بدین، چون مسیر طولانیه و خیلی پله ها باید کنار هم قرار بگیره که شما موفق بشین، اگر دوست ندارین اون کار رو انجام بدین، اگر شوق انجام دادن اون کار رو ندارید، ممکنه موفق نشید. این یکی از مهمترین چیزاست، چه تو استارتاپ چه توی هر کاری که تو زندگی انجام میده. دقیقا چقدر این نکته نکته طلایی بود به نظر من، مرسی که بهش اشاره کردیم. یعنی خیلی از استارتاپ هایی که میمیرن به خاطر اونه که شاید اونر اونقدری که باید علاقه نداره، و معمولا همه علاقه دارن ولی اونقدری که باید شاید نیست. یعنی اونقدری که باید وقتی اسمش میاد، یعنی که وقتی طوفانی میشه ما پاش وایسیم، یعنی وقتی که مثلا مشکل ها میاد مثلا اینوستور ها یکی یکی نمیگن، یعنی اون صبوریه، اون بهبود مستمره، واقعا اون علاقه ای که حجه عزیز اشاره کردن فقط علاقه این نیست که من اون چیزو بنویسم و ایدش رو آماده کنم، اینکه ناامید نشم، تیم لیدر خوبی باشم، ترای کنم، مسیر جدید پیدا کنم، اگر یه استراتژی جواب نمیده پرونده رو نبندم، یک مسیر جدید پیدا کنم. اینا میشه اون علاقه دیگه، مثل زندگی مشترکه که مثلا اینکه آدم چقدر علاقه داره به زندگیش، اگه مشکلی پیش اومد که جا نباد بزنه. نه واقعا این چیزی که شما اشاره کردید جنس علاقه، شاید باید اینجوری بگم یه چیزی مثل یه عشق چیز دیگه، عشق خالصه، اگه داشته باشی میشه اوپن ای آی که قشنگ مشخصه دارن هر سال هر روز فکر میکنن که هر سال یه چیز جدید بدن بیرون، و مثل کمپانی اپل که مثلا اون علاقه انقدر تو تیم خوب دیده شده که مثلا هر سال یه پروداکت خوب میاد و قراره که هی بهتر و بهتر بشه. واقعا اون علاقه خیلی مهمه. خیلی خوب اشاره کردیم، به قول شما تو کل زندگی. دقیقا. شما هم شیرازی هستین دیگه، درست؟ نصف مهر شیرازی باز بهتون میخوره، به قول شیرازی ها ایتو. یادی کنم از حنان، حالا شنونده عزیز نمیدونن حنان که ما چند تا اپیزود پیش مهمونشون بودیم و خیلی هم گفتگوی دوست داشتنی و خوبی بود و خواهر هوج هستن و مثلا عامل اصلی، البته من هوج رو از قبل میشناختم، کارشون دنبال میکردم، ولی عامل آشنایی بیشترمون حنان بود که آره یه تعداد یکم ما هم شیرازی حرف میزدیم یه تایمایی.
همینجا سلام میکنم به حنان عزیز، آدم حسابی و یکی از کسایی که روی این پروداکت آخر اپل توی قسمت باتری QC باتری کار کردن به اپل ویژن پرو و خیلی هم بهشون افتخار میکنم. توی داستان زندگیتون حجه عزیز اگر چیزی مونده میخواین بگین که بعدش بریم سراغ سوالات نگرشی. فکر کنم خیلی از موضوعات رو گفتیم. حالا یه سری چیزا هست که میتونیم تو همون قسمت بعدی پوشش بدیم. پوشش بدیم. خیلی هم خوب. برای اولین سوال کلا از نظر شما مدیریت زمان چیه و شما چجوری میتونی توی بودهای مختلف زندگیتون چه کاری چه شخصیتون مدیریت زمان خوبی داشته باشین؟ اگر دارید برای ما مثال بزنید ممنون میشه. مدیریت زمان چیزی هست که شاید بتونم روزها راجبش صحبت کنم، چون که بودن میشه گفت مثلا توی 20 سال گذشته خیلی سعی کردم که توی این خیلی بهتر بشم و یه کاری که خیلی من کمک کرده این ورقه ای کار روزانم بوده، اینکه هر روز صبح آدم بلند میشه بگه میخواد چی کار کنم اون روز. یه مثال جالبی که من بر خودم دارم اینه که هر روز مثل یه بوم نقاشی میمونه که شما میتونید اون رو بهترین نقاشی که دوست دارید میتونید روش بکشید و صبح که بلند میشین اون بوم آماده است. اینکه شما چجوری اون نقاشیتون رو بکشید و چی بکشید اینو شما تصمیم میگیرید. شب که میرید بخوابید میتونه اون هیچی روش نباشه، میشه یه نقاشی معمولی باشه، میتونه بهترین نقاشی شما باشه، اینو شما تصمیم میگیرید. مثلا این هر روز صبح که بلند میشید اگر این رو ببینید که یه فرصتی دارید که هر جوری که دوست دارید نقاشی کنید اون روزتون رو، این بهتون اون توانمندی رو میده که از اون روز استفاده کنید. حالا من 4 تا در حقیقت استپ دارم برای برنامه ریزی. اولیش اینه که خیلی وقتا میرم به کلیات فکر میکنم اینکه الان چه چیزی رو میخوام عوض کنم که این کلیه، یعنی توی زندگی به چه چیزایی میخوام برسم، چی میخوام عوض کنم. خیلی وقتا میرم راه میرم بیشترم تو طبیعت راه میرم و این خیلی به من کمک میکنه. یعنی چی؟ مثلا تهران که بودم توچال میرفتم و میرفتم مثلا ساعتها راه میرفتم که ببینم الان مثلا قدم بعدی زندگی چی میتونه باشه و چجوری میتونم به اون برسم و چه چیزایی خوب کار نمیکنه، چه چیزایی رو باید عوض کنم. میرفتم ساعتها فکر میکردم. حالا جاهای مختلف، مثلا توی سنتا روزا یه دونه دریاچه بود که دورش راه میرفتم، یا توی مثلا ماونتن ویو کنار باز بی راه میرفتم، یا الان مثلا کنار اقیانوس بیشتر راه میرم. اینکه کلا یه نگاه کلی به زندگی داشته باشی، ببینی تو چه قسمتهایی میخوای بهتر بشی، این قدم اوله. حالا بعد که میام اون ایده های کلی رو که دارم، اون چیزهایی که میخوام عوض کنم، اون پروژه هایی که میخوام روش وقت بذارم رو سرشکم میکنم به پروژه های کوچیک و اینا رو مینویسم و بعدش قدم بعدی اینه که یه وقتی میذارم، حالا یه جایی که اگه تخته ای باشه بتونم روش مثلا بنویسم، یا اینکه حالا یه برنامه هم استفاده میکنم جدیدن به اسم نوشن، اینو احسان معرفی کرده بود بهمون، خیلی برنامه جالبیه.
اینکه بتونی پروژه های بزرگ رو بتونی به کارهای کوچیکتر تقسیم کن. این پس شد قسمت دوم اون 4 قدم. قسمت سومش اینه که بتونی هر چیزی که به ذهنت اومد توی هر زمانی اینو اضافه کنی. خب مثلا من یه برنامه‌ای دارم اسمش تودویسته که کیارش به معرفی کرده، کوفاندرم. قبلش هم توی گوگل تاسک می نوشتم، ولی این برنامه قابلیتش بهتره. اینکه تو هر زمانی هر چیزی به ذهنم اومد اونو می نویسم. حالا هر کاری که توی زندگی باشه وقتی توی ذهن آدم اومد میتونه یه جا بنویسه که از یادش نره، چون خیلی از کارا میان تو ذهن آدم و میرن. و قسمت چهارمش هم همین ورقه کار روزانه بود که روزا آدم بلند میشه و نگاه میکنه که ببینه چه پروژه هایی هست که آدم دوست داره روش وقت بذاره امروز، چه پروژه هایی هست که باید همین الان انجام بده، و توی ورقه کار روزانه مینویسه. این ورقه کار روزانه باعث میشه که آدم خیلی تمرکز کنه که چه کارهایی میخواد انجام بده، کارها رو کنار هم دیگه بذاره، از وقتش خیلی بهتر استفاده کنه. و مهمترین چیزی که ما داریم زمان هست، و این هر لحظه ای که میگذره رفته دیگه، اینکه بتونی از اون لحظه استفاده خوبی بکنی خیلی مهمه. بعد بعضی از آدم میپرسن که خب ما برنامه هی عوض میشه، اونو باید چی کار کنیم؟ ببینید هر وقت که شما برنامه داشته باشین میتونید عوضش کنید. مثلا من اگر یه برنامه اینجا دارم و یه دفعه یه چیزی پیش میاد، چون که نوشته شده دارم، میدونم که امروز میخوام چی کار کنم، همیشه میتونم تو اون لحظه تصمیم بگیرم آیا این کاری که پیش اومده رو باید انجام بدم یا این کارهایی که نوشته شده. و اینو میتونیم همون لحظه تصمیم بگیریم. یه دونه جمله شنیده بودم خیلی وقت پیش که میگفت که شما همیشه میتونید برنامهتون رو عوض کنید اگه یه برنامه داشته باشید. یعنی اون لحظه میتونید عوض کنید برنامهتون رو، ولی اینکه بدونید خب مثلا شما مثلا توی لحظه ممکنه که مثلا 10 تا برنامه مختلف داشته باشین، و یه زمانی ممکنه که اصلا اگر اون ورقه کار روزانه رو نداشته باشین ندونید به کدوم کار اول باید برسید. و اینم انقدر میتونه پیچیده باشه که آدم قفل بشه، یعنی هیچکدوم از اون کارا رو انجام نده و فقط استرس رو داشته باشه. اینکه بتونه کارا رو یه جوری کنار همدیگه قرار بده که خیلی هم از زمانش خوب استفاده کنه، هم کارهایی که مهم هستن و کارهایی هستن که مثلا باید زودتر انجام بشه رو انجام بده. این یه برنامه ریزی هست. شما برای هر موضوعی تو زندگیتون برنامه ریزی دارید، حالا یه پروژه سر کارتون هست یا مثلا پروژه خودتون هست. خیلی از ماها ممکنه زندگی رو گذاشته باشیم روی خلبان خودکار، زندگی همجور خودش جلو بره، ولی برای همه چیز حتی زندگی میتونه یه برنامه خیلی بزرگ برای خودش داشته باشه. یعنی یه برنامه ریزی خیلی بزرگ برای خود زندگی باید داشت. این که آدم همینجور بذارتش رو خلبان خودکار که خودش بره جلو، خیلی وقت به اون جایی که میخواین نمیرسه. خب یعنی شما باید بدونید که به کدوم سمت میخواین برین و بعد برنامه ریزی کنید و قدم به قدم به اون سمت جلو برین. و این خیلی مهمه. حالا اون 4 تا مرحله ای که گفتم، این که مثلا برید یه بار و مثلا به صورت منظم فکر بکنید که تو زندگی میخواید به کجا برسید، بعد اون رو باز کوچیکترش کنید به اینکه پروژه های کوچیکتر چه جوری هست، و بعدش هم به یه دونه کاری که بشه انجامش داد، یعنی کوچکترین واحد کار که بشه اون رو انجام داد. این خیلی کمک میکنه. مثلا برای مثال شما اگه یه ساندویچ خیلی بزرگ داشته باشیم، خیلی سخته که یه جا این ساندویچ رو بخوریم، ولی وقتی به قسمت های کوچیک تقسیمش بکنید اونو راحت میتونید
بخورید. مثلا این هم یه پروژه بزرگیه که همون لحظه وقتی بهش نگاه میکنید فکر میکنید که خب خیلی پروژه سختی کار بزرگیه، ولی وقتی به قسمت های کوچیک تقسیمش کنید میتونید اون کار رو انجام بدید. و یه چیز دیگه هم که خیلی به من کمک کرد یه تکنیکی به اسم پومودورو تکنیک بود که 25 دقیقه کار 5 دقیقه استراحت. این باعث میشه که خیلی وقتا وقتی ما داریم یه کاری رو انجام میدیم یه دفعه میبینیم که از این کار رفتیم توی کار دیگه، رفتیم توی کار دیگه و کار نیمه نیمه رها میشه. یکی بتونید پشت سر هم اینا رو انجام بدید، یعنی وقتی مثلا زمانتون رو میذارید واقعا تمرکز کنید روی اون کار. حالا الان خیلی هم شبکه های اجتماعی و هم حالا چیزهای دیگه باعث میشه که تمرکز آدم گرفته بشه. اگه آدم از این تکنیک ها استفاده کنه که مثلا بگه من 25 دقیقه آینده میخوام روی این زمینه کار کنم و واقعا روی اون زمینه کار کنه، بعد میتونه مثلا 5 دقیقه استراحت کنه. وگرنه اینکه آدم تمرکزش از یه کاری بیاد بیرون و بره سر یه کاری که دوباره برگرده خیلی وقت این وسط تلف میشه. این هم یه تکنیکی بود که ازش استفاده میکردم و میکنم. این هم از مدیریت زمان. خب خیلی هم خوب، مرسی از توضیح خیلی خوب و مفصل. اتفاقا خیلی خوب شد چون خیلی از مخاطبین سوال میکردن که اگه بخوان حالا این مدیریت زمان و برنامه ریزی و این چیزها رو بخوان پله به پله یاد بگیرن با چیکار کنن. خوشحالم که اینجا مفصل صحبت شد. اگر بخواید به یه اتفاق تو زندگیتون اشاره کنید که شبیه قبل از اینکه من این سوال بپرسم، البته عادی شنوندهای پادکست شاید حالا دیگه 100% با این موضوع درگیر نیستن، دلیل تغییر بک‌گراند من اینه که نمیدونم چون نور آفتاب مستقیم به من میخورد و یه مشکل تکنیکال پیدا کردیم، من یه بک‌گراند قشنگ از اوج عزیز گرفتم گذاشتم و الان دیگه چون تاریک شد بک‌گراندمو برداشتم. اگر بخوایم به یه اتفاق حجر عزیز اشاره کنید که شبیه معجزه بوده واسه‌تون، اون اتفاق چیه؟ خود زندگی یه جورایی مثل معجزه میمونه، اینکه نگاه میکنی میبینی که قسمت های مختلف بدن داره کار میکنه و خوب کار میکنه، کنار همدیگه قرار گرفته و این خودش اینکه به آدم یه فرصتی داده شده که توی این دنیا باشه و این تجربه خودش یه معجزه هستش. مثلا اگه نگاه بکنید حالا ما چون خیلی با قسمت های کوچیک سر و کار داشتیم، اگر شما مثلا زوم کنید برید داخل بدن و سلولای بدن رو ببینید، میبینید از اون قسمت خیلی خوب کار میکنه تا ارگانا. و این یه چیزیه که خیلی ما باید قدردانش باشیم و این فرصتی که به ما داده شده که بتونیم این زندگی رو تجربه کنیم، این خودش به نظرم یک معجزه است. حالا توی زندگی شخصی هم یه سری از اتفاقا میفته که ممکنه یه زمانی شما فکر بکنید که اتفاق بدی هست، ولی در مرور زمان باز بفهمید که ممکن خیلی اتفاق خوب از دل اون در بیاد. برای مثال مثلا یه داستانی بود که من اون زمانی که توی گوگل بودم یه خونه‌ای بود که ما قبلا اونجا زندگی میکردیم و یه اتفاق بدی افتاد، مثلا یه لوله ترکید و اون خونه مثلا 80% بهش آسیب خورد و منم خیلی فاصله دوری بودم که بخوام اون پروژه رو انجام بدم، خیلی ازم وقت میگرفتم. اون لحظه ممکنه یک اتفاق خیلی خیلی بد برای آدم باشه و بعد مثلا کلی کار دیگه انجام بده، کلی هماهنگی انجام بده، وسایل رو جابجا.
ولی 5 سال بعد وقتی بهش نگاه میکنی، 10 سال بعد وقتی بهش نگاه میکنی، کلی اتفاقای خوب از اون بیرون اومد. اینکه یعنی میشه گفت کلی اتفاقای خوب برای خانواده پیش اومد، برای خودم پیش اومد، از نظر بیزینس و چیزای دیگه. اون لحظه مثلا فکر بکنی، فکر کنی اتفاق بدیه، ولی چندین سال که ازش بگذره مثلا اون اتفاق میشه یه اتفاق خیلی خوب. یه مثال دیگه هم همین که اینکه دکتر نادری قبول کردن که منتور من بشن، خیلی اتفاق خیلی خاصی بود برای من. اینکه بتونم مثلا هر ماه باشون یه جلسه ای داشته باشم، خیلی از مثلا سختترین مشکلات اون لحظه رو باهاشون در میون بذارم، و خیلی هم مهربون بودن و هم خیلی باهوش. اینکه مثلا 10-15 دقیقه گوش میکردن، سوال میپرسیدن و مثلا بهترین راه ها رو توی هر مقطع زندگی به آدم نشون میدادن. اونم خیلی چیز مهمی هست، که اتفاق مهمی هست که من همیشه ازش یاد میکنم، و خب خیلی هم جاشون خالی هست. خیلی زیاد روحشونم شاد. مرسی از توضیحتون حجر عزیز. اگر نکته ای هست میخواین بگین که برم سراغ سوال جدید. عالی، نه سوالی نیست. توی صحبت قبلتونم اسم پژمان نوزاد عزیز اومد، من از همینجا بهشون سلام میکنم و جاشون هم خیلی تو این اپیزودا خالی، امیدوارم بتونم میزبانشون باشم و داستانشون رو به عنوان یک کارآفرین موفق بتونیم در اختیار هموطنامون قرار بدیم. آره، داستان پژمان خیلی داستان جالبیه و ممکن بعضی شنیده باشن، و اینکه چجوری از یه کسی که توی حالا فرش فروشی کار میکرده یا کارواش رسیده به یکی از موفق ترین ویسی های بیریا، و در عین حال هم من حالا توی این مدتی که کارشون رو دیدم بسیار کارشون جالبه و مطمئنم که به زودی خیلی بیشتر راجبشون میشنویم، و واقعا یکی از داستانهای جالب و شگفتانگیز سان فرانسیسکو بی ایریا و سیلیکون ولی داستان پژمان هست. بسیار عالی، مشتاق هستیم که بیشتر در موردشون بشنویم و فعالیتاشون رو ببینیم و واقعا هم بهشون افتخار میکنیم. خیلی ممنون از توضیحتون. ماشین زمان اومده، هوش میخواد سوارش بشه بره 15 20 سال گذشته به ملاقات خودش در 15 20 سال گذشته. چه نصیحتی به هوش 15 20 سال گذشته میکنیم؟ شاید یک قسمتی که شاید بیشتر روش وقت میذاشتم قسمت شاید تفریحات بیشتر بوده، یا اینکه همین چیزی که راجع به سافت اسکیلا گفتیم، اونا هم خب خیلی مهمه. اینه که شما تو هر قسمت زندگیتون با آدم ها سر و کار دارین، و اینکه بتونید توی اون قسمت ها موفق باشین خیلی مربوط داره. حالا میتونه همکارتون باشه، میتونه رئیستون باشه، میتونه سرمایه‌گذارتون باشه، میتونه کارمندتون باشه. اینا رو هر چقدر سریعتر یاد بگیرم یا بگیرین بهتون کمک میکنه، و این چیزی است که به خودم پیشنهاد میکردم. حالا قسمت های مختلف زندگی آدم اگر برگرده اعتماد به خودش یه سری نصیحت ها داره، شاید مثلا
گوگل یه محیطی بود که خیلی آدم میتونست چیز یاد بگیره. البته من از گوگل و از همکارام خیلی یاد گرفتم. مثلا یه قسمتی که خیلی یاد گرفتم راجع به فاینانشال پلنینگ بود توی گوگل، و چیزی که و یه سری از آدمایی که خیلی علم اینو داشتن به بقیه، یا حالا یه سری گروه ها سوالاتشون رو جواب میدادن و توی همین سوال جواب آدم خیلی یاد، و این خیلی تو زمین های مختلف میتونه باشه. یعنی آدمایی که حالا توی کمپانی بزرگ هستن قدر آدمایی که دور و برشون هستن و خیلی باید بدونن، چون هر کدوم ممکنه توی یه زمینه ای عالی باشن و آدم خیلی میتونه یاد بگیره. آره خیلی خیلی تو هر زمینه اگه نگاه بکنی، مثلا شاید آماده شدن برای استارتاپ حتی میتونه زمان بیشتری آدم روش بذاره وقتی تو کمپانی بزرگ هست. روی روابط میتونه وقت بذاره و حتی میتونه بیشتر نزدیکتر با گروه های مختلف کار بکنه. سرمایه گذاران میتونه بهتر کار بکنه. اینا همه چیزایی هست که آدم وقتی که برمیگرده نگاه میکنه میتونه هر قسمت زندگیش رو بگه که شاید بهتر باشه این کار رو میکردم. ولی این علم ما نداریم دیگه تا وقتی که این بگذره. یعنی مهمترین چیز اینه که تو اون لحظه بهترین تصمیمی که میدونی رو بگیری. این مهمترین چیزه. و اینکه یه چیزی رو یه جمله ای هست که جف بزوز میگه که وقتی 80 سالتون شد و در این داستان زندگی خودتون رو برای خودتون تعریف میکنید، اون ورژنی که فقط برای خودتون میگین و نه برای بقیه، زندگی مجموعه ای است از انتخابایی که انجام داده. و میگه برای خودتون یه زندگی خوب یا یه استوری خوبی رو بسازید، و اون انتخابا هست که تو هر لحظه با بهترین علمی که دارید بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. و این میتونه به برگرده به اون سوال قبلی که کردی راجع به مدیریت زمان. این هست که یک قسمت این هست که آدم توی هر لحظه فکر بکنه که بهترین تصمیم چی است. خب یعنی آدم ممکنه کلی علم داشته باشه، ولی اینکه فکر بکنه که اون لحظه بهترین تصمیم چی است یکیه. یه قسمت دیگه اینه که وقت بذاره و اون کار رو انجام بده. این هم باز یه قسمت دیگه است. خب این دوتا که کنار هم دیگه قرار بگیره، آدم وقتی رسید به حالا سن بالا فکر میکنه که تو زندگی تصمیم‌ها و انتخاب‌های خوبی گرفته و بهترین تصمیمی که تو هر لحظه میتونسته بگیره. و اگه برسه به اون لحظه فکر میکنه که، یعنی اگه ازش بپرسن که میخوای برگردی و زندگی رو دوباره زندگی بکنی، اگه جوابش نباشه یعنی از زندگیش واقعا خوب استفاده کرده و اون کاری که میخواسته رو انجام داده. این فکر کنم این خیلی مهمه. حالا نخواد دوباره زندگی رو انجام بده اگر بهترین زندگی رو که میتونسته انجام داده. چقدر قشنگ و چقدر خوب میشه اگر و هر کسی این اپیزود رو میشنوه و اول مسیر زندگیشه، اول مسیر حرفه زندگیشه، سعی کنه حالا نه این اپیزود، مهمونای مختلف صحبتهایی که میکنن و واسه خودش به عنوان یه الگو ببینه و سعی کنه مسیرهایی رو انتخاب کنه به قول حجر عزیز که اون انتخابا خروجی های بهتری بده. خیلی هم عالی. اگه نکته هم میخواین اضافه کنیم بگین که برم سراغ سوال بعد. یه قسمت دیگه هم که من وقتی داشتم فکر میکردم دیدم حالا انتخابات تو زندگی یه قسمت کاره. یه قسمت دیگه وقتی زندگیمو جلوی چشمم میآوردم، محبت آدمایی که توی این مسیر شامل حال من شده، اونا هم خیلی تو زندگیم
لحظه های مهمی رو ایجاد کرده. خب حالا پدر مادر رو اول اشاره کردم که خب خیلی هم از خود گذشتگی کردن و هم خیلی پرکار بودن و وقتی برمیگردم خیلی از زندگی رو مدیون اونا هستم که توی همه لحظه ها هر کاری که از دستشون برمیدن انجام دادن. ما مثلا سال سوم راهنمایی که گفتم اومدیم تهران، عمم و شوهر عمه شهبر و آقای توکلی پیش اونا بودیم چون چند ماه هنوز برنامه مشخص نبود. یا مثلا همون سال سوم راهنمایی آقایی بود توی مدرسه به اسم آقای فرزین که به ما گفت که ما تا مثلا روز آخر مثلا 31 شهریور یه صندلی برای برج نگه می‌داریم. اینم از اینجا بود که مثلا کلاس پنجم مادر خیلی مدرسه های مختلف هم ثبت نام میکردن و اینم یکی از مدرسه هایی بود که قبول شده بودم. اینکه مثلا اون آدم یه محبتی رو میکنه توی لحظه از زندگی هنوز مثلا سالها بعدش توی ذهن آدم هست. مثلا سال سوم دبیرستان یه معلمی داشتیم به اسم آقای علی توکلی که مثلا یه مشکلی که برای من پیش اومده بود انقدر زحمت کشید و خب خیلی تأثیر زیادی داشت اون سال. و همینجور که توی زندگی میای جلو تأثیر این آدما، استادای دانشگاه، خانواده روی زندگیت رو میتونی ببینی. یا مثلا یه مامان بزرگی که دارم، مامان جون بهش میگیم، چقدر همیشه بر ما زحمت کشیدن و میکشن. آره، غیر از انتخابات اون آدمایی که آدمای خیلی مهربونی که توی زندگی آدم تاثیر گذاشتن، اونام چیزایی هست که خیلی روشن توی ذهن آدم میمونه. حالا وقت نمیشه که همه آدم ها رو بگه آدم، ولی که بدونن توی ذهن آدم اون محبتشون میمونه، اینم خیلی مهمه. و یا آدم کسی باشه که بتونه روی زندگی بقیه تاثیر بذاره. مثلا کاری که مثلا دکتر نادری انجام دادن برای من و خیلی از آدمهای دیگه و همچنین یه مؤسسه خیریه‌ای به اسم KCIS بود که هستش و اینا به بچه های بی سرپرست یا اینکه بچه هایی که وضع مالی خوبی ندارن کمک میکردن و خب خیلی کمک کردن. حالا توی گوگل هم یه سری کمپین انجام شد که آدم ها بتونن کمک بکنن و گوگل هم مچ میکرد که بچه های نیازمند که تا درسشون خوبه و اگر یه سرمایه گذاری روشون بشه میتونن بچه های خیلی خوب و موفقی باشن. یه مسیری بود که آدم بتونه به بقیه کمک بکنه و شاید اون آدم مهربون توی زندگی بقیه باشه. نکته جالبی اصلا آدمای زندگی ما خیلی تعیین کننده رشد ما هن. حالا اون جمله معروفی که مثلا 5 نفر از کسایی که بیشتر وقت رو باشون میگذرونی مشخص میکنن که تو در آینده چه جایگاهی داری، واقعا چه تو خانوادهمون عزیزایی که کنار ما بودن به قول شما و چقدر محیط حرفه‌ایمون، آدمایی که توش ملاقات میکنیم میتونه اثر بخش باشه توی خیلی خیلی از پیشرفت‌های بزرگ ما. دقیقاً. عالی. ما تا حالا خیلی در مورد پیشرفت‌ها صحبت کردیم، در مورد اینکه چجوری حجر عزیز تونستن حالا هم مسیر PhD رو با موفقیت بگذرونن، هم مهاجرت و هم کار کردن توی صنعت توی شرکت‌های بزرگ و الان هم استارتاپش.
حالا میخوام تو این سال در مورد یک کم چالش ها صحبت کنیم، در مورد روزای تاریک و سختی که حجر شکست رو تجربه کرد و کارا اونجوری که باید جلو نمیرفت. اون روزا رو چجوری ازشون عبور میکنید؟ سوال خوبیه. همه این روزها رو داشتیم خب، و بعد اول ببینیم که ریشه یابی کنیم که اگه از چیزی ناراحتی یا هیچ خوب پیشش نمیره چه چیزی هست. خب و فکرم نکنید که زندگی همه عالیه، فقط زندگی شما یه مشکلی داره. ببینید، ما همه خیلی شبیه هم دیگه هستیم توی زندگی ها، توی چالش هایی که داریم. یه قسمتی بود که ایلان ماسک داشت صحبت میکرد به خصوص راجع به شبکه های اجتماعی، این بود که آدم وقتی میخوان یه چیزی رو به اشتراک بذارن، بهترین لحظه زندگیشون رو میارن، نوربندی هاشو درست میکنن و بعد آدم اینو وقتی که میبینه فکر میکنه که خب همه آدما خوشحالن، هیچ مشکلی ندارن، زندگیش رو پیش میره، فقط زندگی آدم هست که حالا مشکلات داره. این باطن زندگی خودشونو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنن. و خب خیلی از مشکل، مثلا خیلی از آدمایی که فکر میکنید یا فکر میکنیم که میخوایم مثل اونا باشیم، واقعا شاید زندگیشون اونجوری که ما فکر میکنیم نیست و قطعا نیست. این آدمایی هستن که فکر میکنه آدم که میخواد شبیه اونا باشه یا مثل اونا باشه یا جای اونا باشه، خب اونا هم با یه سری مشکلات مشابه دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. مثلا دوباره مصاحبه دیگه با همین لکس داره ایلان ماسک، ازش می‌پرسه که زندگیتون چه جوریه، میگه اوکیه، یه خیلی شبا تنها میخوابم و مشکلات مثلا خاص خودش داره. مثلا یکی از پولدارترین آدمای دنیا و قدرتمندترین آدمای دنیا هستن. حالا اون مشکلاتی که آدم داره، اونجایی که فکر میکنه شکست خورده، فقط مختص آدم نیست. توی خیلی از اینا با آدما مشابهت داریم، خیلی ها این مشکلات رو تجربه میکنیم. ولی اینکه چجوری باش برخورد کنید، سوال اینه که توی اون لحظه چه کاری میشه انجام داد. یه چیزی رو که من سعی میکنم انجامش بدم اینه که با چیزایی، با حالا خبرهای خیلی خوب خیلی خوشحال نشم، با خبرهای بد خیلی بد خوش خیلی بد ناراحت نشم، بخاطر اینکه ما نمیدونیم که مثلا یه اتفاقی که برای آدم میفته ممکنه چند سال بگذره و فکر کنه اصلا خبر بدی نبود، مثلا همون مشکلی که برای من پیش اومد و یه دفعه مثلا میای خونه و فکر میکنی که دیوارا ریخته و کلی مشکل مثلا هست، فکر میکنی که باید مثلا هم با شرکت بیمه صحبت کنی، هم وسایل رو جابجا کنی، هم خونه رو درست کنی، هم ولی 5 سال بعد که نگاه میکنی میبینی چقدر اتفاق خوبی بود. یعنی اتفاق کاملا رندوم باعث میشه که یه خیلی اتفاقای خوب پشت بندش بیفته. این که آدم نمیدونه که اون لحظه ای که فکر میکنه شکست خورده واقعا لحظه ای نیست که، یعنی ممکنه که اتفاقی خیلی بهتری بعدش پیش بیاد. و اینم دوباره برمیگردم، این فقط مشکل یه آدم و اینا نیست. این مثلا خود استیو جابز وقتی از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود اخراج شد، همین مشکل رو داشت، یعنی فکر کرد بدترین اتفاق زندگیش افتاده. ولی بعدا توی همین سخنرانی فارغ التحصیلی که میگه اگر اون اتفاق نمیافتاد، من کمپانی بعدیمو نمیزدم، نکست و پیکسار رو نمیزدم و بعد با خانومش آشنا نمیشد. یعنی توی یه لحظه ممکنه که شما فکر بکنید چقدر اتفاق بدی افتاده، چقدر مشکل هست، اما اینه که اون موضوع رو سعی کنید که حل بکنید و به سمت جلو برید. سالها بعد یه مشکل اتفاق بدی که برای آدم افتاده ممکنه که برگرده بمونه یه اتفاق خوب توی زندگی اونو ببیندش. اینکه مشکلات هست همیشه، کمتر باید مقایسه بکنیم. ما خیلی حالا توی فرهنگمون بیشتر آدم ها مقایسه شدن از بچگی و خب یه مقدارش به خاطر
اون هست، ولی اینکه شما به اونجایی که میخوایم برسین واقعا براش تلاش بکنید و زحمت بکشین و یاد بگیرین و به اون سمت حرکت بکنید، خیلی وقتا میتونید بهش برسین. اما مشکلات هم دو نوعه، یه مشکلی هست که شما میتونید عوضش کنید، یه مشکلی که نمیتونید عوضش بکنید. و اینکه به تفاوت این دوتا رو بدونید و بتونید از اون مشکلاتی که نمیتونید عوضش بکنید اونو قبول کنید، ولی اگر حتی 1% فکر میکنید یه مشکلی ارزش رو داره که به سمتش برین و حلش بکنید، اون کاری که باید انجام بدیم. و از شکست هم نباید بترسیم. خیلی وقتا وقتی آدم شکست میخوره میاد فکر میکنه که چرا شکست خورد، چی رو باید عوض کنه. بعد وقتی آدم پیروز میشه نمیاد ریفلکت کنه، نمیاد فکر بکنه که خب چی شد که همه چی خوب پیش رفت. ولی وقتی شکست میخوره هی فکر میکنه کجا رو میتونم درست کنم، یاد میگیره. و این چیزی هست که شکست به آدم یاد میده و بهتر میشه. مثلا 10 بار که شکست بخوره هم بیشتر یاد گرفته، آدم قوی تری میشه و شاید توی مسیر زندگی این توانایی که یاد گرفته خیلی بهش کمک بکنه. اینکه مسیر رو عوض کنه، اگه یه مسیر جواب نداد خب مسیر بعدی رو بره. و زندگی هم خیلی هاش سعی و خطاست، یعنی زندگی هر آدمی متفاوته. اینه که یه جا آدم میره به دیوار میخوره برمیگرده دوباره تلاش میکنه. اینکه مسئولیت کار رو آدم بپذیره، یعنی اینکه یه مشکلی پیش میاد نگه این به خاطر خانواده است، این به خاطر فلان مشکله، این به خاطر فلان مشکل. اینکه خودش مسئولیت رو قبول کنه و به سمت جلو پیش بره. یکی دیگه هم جدی بودن توی عوض کردن چیزایی که آدم دوست نداره. مثلا شده بعضی وقتا فکر بکنید که من دوست دارم این کار رو انجام بدم، دوست دارم این کار رو انجام بدم، ولی به یه لحظه ای که میرسه میگین دیگه من اینو نمیتونم تحمل کنم، باید اینو عوضش کنم. همون لحظه همه چیز عوض میشه و یه تصمیم تاریخی میشه برای آدم. و واقعا تغییر میتونه تو اون لحظه اتفاق بیفته. اینه که آدم یه کاری رو واقعا دوست داره انجام بده، واقعا با تمام وجودش میخواد انجام بده، یا فقط دوست داره. خب یعنی فقط مثلا دریم میکنه، یا یعنی اینکه نه واقعا میخواد بره انجامش بده. این کارم باز تونی رابینز خیلی میکرد، میگفتن خیلی از مشتریمو میارم توی محل کار بهشون میگم که اگر دلیلی دارین که همین الان عوض بشین، باید همین الان عوض بشین، وگرنه نه من وقت دارم، نه اینکه میخوام مثلا 6 ماه از الان تازه شما بخواین عوض بشین. و اون تغییر میتونه تو یه لحظه اتفاق بیفته. یعنی یه چیزی که تو زندگی آدم شکست میخوره و دوست نداره، اگر واقعا جدی باشه مسئولیتش قبول کنه میتونه اونو عوض کنه، و اینم میتونه لحظه ای اتفاق بیفته. بسیار عالی، انقدر کامل بود که دلم نمیاد چیزی بهش اضافه کنم. اگر بخواین یه جمله ضرب المثل یا یه دونه بیت شعری بگین که بیشتر وقتا سرلوحه زندگیتونه، اون چیه؟ یه چیزی که خیلی من دوست دارم، اون مصاحبه حالا یا سخنرانی فارغ التحصیلی استیو جابز هست توی استنفورد سال 2005. شاید 200 بار اینو نگاهش کردم، خیلی به نظرم جالب هست. یه نکته هایی که به آدم میگه اینه که 3 قسمت داره. یه قسمت این که از connecting the dots، اینکه نقطه های زندگی رو آدم به همدیگه متصل بکنه، اینکه آدم این فکر رو بکنه که قرار قسمت های مختلف زندگی یه جوری کنار همدیگه قرار بگیره و داستان زندگی آدم رو
تشکیل بده و اینکه اطمینان داشته باشه به اینکه هر کاری که میکنه باعث میشه که در نهایت اون کارهایی که کرده کنار همدیگه قرار بگیره و آدم رو به مقصدش برسونه. یکی دیگهش هم راجع به عشق از دست دادن، love and loss، که باز خیلی ربط داره به این صحبتی که کردیم که وقتی تو از کمپانی که خودت شروع کردی اخراج بشی، فکر می‌کنم بدترین اتفاق دنیا افتاده، کمپانی به این موفقی، ولی بعدن که نگاه میکنی 10 سال بعد، 5 سال بعد، فکر کنی بهترین اتفاق زندگیته و واقعا اینم میگه، میگه این بهترین اتفاق زندگی من بود. و اینی که و تو همین قسمتش میگه که واقعا باید کاری رو پیدا کنید که دوست دارید و بگردین و اون کاری رو انجام بدین که خیلی دوستش دارین، بخاطر اینکه خیلی از زمان زندگی آدم روی کارش میگذره و اگه اون کارش رو دوست نداشته باشه یه قسمت زیادی از زندگیشو میذاره روی حالا اون کارهایی که دوست نداره و این خوب نیست. این چیزی هست که حالا من خیلی ازش یاد گرفتم که دنبال چیزی بگردیم که دوست داریم و هستیم و مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد و خیلی آدم خودش رو نبازه، فکر بکنه که ممکنه واقعا 10 سال دیگه فکر کنه بهترین اتفاق زندگیش همون بوده. و یه چیز دیگه هم راجع به مرگ صحبت میکنه، اینکه سعی کرد، یعنی حالا یه تشخیصی داده بودن که سرطان داره، البته اینو توی اون صحبت ها نمیگه، ولی اتفاقی که افتاده اینه که مثلا 9 ماه به تأخیر انداخته اون عملی که باید انجام بده و این باعث مرگش هم همین شده. اگه اون 9 ماه رو زودتر انجام میداد ممکن بود که این اتفاق نیفته. ولی چیزی که اونجا راجع به مرگ صحبت میکنه میگه اینه که شما وقتتون محدوده، اینکه بخواین زندگی کنید و زندگی یه نفر دیگه باشه، اون زندگی نباشه که خودتون دوست دارین، دنبال اون چیزایی که نرین که خودتون دوست دارین، اون که صدای درونی شما هست، این خوب نیست. و مهمترین چیز اینه که به صدای قلبتون و اون چیزی که فکر میکنید درسته جلو برید. 2 تا چیزی هم هست که خیلی من بهش اعتقاد دارم. یکی این که میگه the harder you work the luckier you get، این که شما هر چقدر سختتر کار کنید خوششانستر میشین که خودتون آماده کنید برای اتفاقای خوب زندگی. و یکی دیگه هم که حالا برمیگرده به اون جمله‌ای که قبلش گفتم اینه که میگه یه خانمی هست مایا انجلو، میگه که at the end of the day people won't remember what you said or did، they will remember how you made them feel، اینکه شما چه چیزی گفتین یا چه کاری کردین شاید یاد آدم ها نمونه، ولی اینکه اونا یادشون میمونه که چه جوری حس کردن یا شما چه کاری کردین و اونا چه احساسی داشتن. این هم به نظرم خیلی مهمه. خیلی عالی، مرسی، کلی استفاده کردم. خیلی نکات عالی بود و از شما متشکرم. مرسی از شما. اگه بخوایم به 3 تا نقطه قوت خودتون اشاره کنید، اونا چیه؟ یکیش برنامه ریزیه، اینکه همیشه سعی کردم که از این وقت استفاده کنم و کار زیاده، مقدار زمانی که روی کارا میذارم من خیلی زیاد هست و اینکه اون پیگیری تو انجام کار و اینکه
دنبال کار رو برم تا اینکه انجام بشه. اینا هست. یه چیزی که من بهش اعتقاد دارم، یه جدول، یه دونه نموداری هست که روی میز کارم زدم. این هست که آدم 1% هر روز مثلا بهتر بشه. خب یه لغتی هست به اسم کایزن که لغت ژاپنیه، اینه که آدم هر روز بهتر بشه. این نموداری که راجعش صحبت کردم خیلی ریاضی جالبی داره، هست 1.01 به توان 365 و 0.99099 در حقیقت 99% یا 99 صدم به توان 365. اینه که آدم یه روز هر روز 1% بهتر بشه یا 1% بدتر بشه. اون که 1% بهتر میشه مثلا میشه 38 برابر اون چیزی که روز اول، یعنی هر روز شما وارد سر کار میشی سعی میکنی 1% بهتر بشی. اون باعث میشه که شما آخر سال ببینی که مثلا 38 برابر بهتر شد. خب و اینم باز یه نکته بود که آنتونی رابینز هم اینو میگفت، constant and never ending improvement، اینکه شما هر روز بیای و بهتر بشی. شاید هر روز نفهمی که با دیروزت چقدر فرق کردی چون یک کوچولو بهتر شدی، ولی وقتی آخر مسیر برمیگردی نگاه میکنی میبینی چقدر پیشرفت کردی. اینه که آدم بتونه هر روز بهتر بشه، این یه چیز خیلی مهمه و اینم یکی از حالا چیزایی که من خیلی بهش اعتقاد دارم. آره خیلی نکته عالی بود اینکه آدم هر روز، بچه نقطه قوت خوبی شما دارید، اینکه هر روز یه کوچولو دور بهتر بشی ولی تو سال نگاه میکنی کلی بهتر شدی، خودش خیلی خوبه. اینکه ما دست کم میگیریم حالا اون کوچولو کوچولو تغییراتمون رو، همش دنبال اینیم که یه دفعه یه تغییر مثبت بزرگ کنیم ولی نگاه نمی کنیم که همین کوچیکا مثلا در یه زمان طولانی مدتتر چقدر میتونه اثر بزرگی توی پیشرفت ما ایجاد کنه. و خوشحالم که به هر حال شما به عنوان کسی که تجربه این موضوع رو دارین دارین به ما توصیهش میکنین. مستری تعریف حج از خوشبختی چیه؟ سوال خوبیه. خوشبختی خیلی شاید شامل خیلی قسمت های مختلف باشه. اگه بخوام تو یه جمله بهش بگیم اینه که مثلا آدم وقتی 90 سالش شد دوباره نخواد برگرده زندگی بکنه، اینکه تونسته باشه هر لحظه بهترین تصمیم‌ها رو توی زندگی گرفته باشه و اونها رو اجرا کرده باشه. این میتونه توی قسمت مختلف باشه، میتونه روابط خوب باشه. یکی از احساسای خوشبختی آدم ها از روابط خوبشون میاد، چه دوستی ها چه روابط حالا زناشویی، و یه زندگی که حالا معنی داشته باشه، اینکه از زندگیشون راضی باشن، اینکه مثلا اون پیشرفتایی که خواسته باشن رفته باشن بهشون رسیده باشن، اینکه شاد باشن، اینکه سالم باشن. حالا راجع به سلامت هم یه قسمت صحبت میکنیم، این سلامت بدن میتونه باشه، سلامت فکری میتونه باشه، احساس امنیت کردن میتونه باشه، اینکه آدم از پتانسیلاش استفاده کنه، از وقتش خوب استفاده کنه. اینا همه باعث میشه که، یعنی همه رو اگه بذاری کنار هم دیگه به نظر من تعریف خوشبختیه. خب همیشه هم همه اینا در کنار هم نیست، ولی آدم میتونه به اون سمت جلو بره توی هر زمینه ای. اینکه همین که آدم هر روز بهتر بشه، اینم باز یه قسمتی از اون خوشبختی میتونه باشه. البته آدم شادیش رو و اینکه اگه فکر بکنه که آدم به یه جایی برسه از اون به بعد فکر بکنه خوشبختیه، بازم این درست نیست، چون که هی هدفها عوض میشه توی زندگی و آدم
فکر نکنه که باید به یه جایی برسه تا بشه خوشبخت. اینی که آدم اون چیزایی هم که داره قدردانش باشه، اینم خیلی مهمه. و قدر اون چیزایی که داره، حالا سلامتی کشه، خانواده و خیلی چیزای دیگه. آدمایی هستن که ممکنه خیلی هم موفق به نظر برسن ولی خوشحال نباشن، و این خیلی به درون آدم برمیگرده که آدم از درون خوشحال باشه و این رو گره نزنه به یه چیزی که در خارج داره اتفاق میافته. خیلی ممنون از پاسخ فوق‌العاده خوب. برای کسایی که الان اوایل زندگی حرفه‌ایشونن، 16 سال، 17 سال، 18 سال سن دارن، اگر بخواین یه نصیحت بکنید بهشون چی میگین؟ یا یه چیزی رو پیشنهاد بدین بهشون چی میگین؟ خیلی چیزا هست که تو مدرسه با آدم یاد نمیدن، یعنی اینکه آدم از مدرسه که میاد کلی چیز باید یاد بگیره، اینی که دنبال اون چیزا باشن، این میتونه راجب خیلی چیزا باشه، هم سلامتی بدن باشه، راجب در حقیقت همین سافت اسکیلی که راجبش صحبت کردیم، راجب منتال هلس و خیلی خیلی چیزهای دیگه. اینکه هر روز سعی کنن بهتر بشن، این خیلی مهمه. دو تا چیز دیگه هم راجع به بدن سالم و فکر سالمه که این هم خیلی مهمه. حالا جالبه که فکر و بدن خیلی رو هم دیگه تأثیر میذارن. اینکه بدن آدم سالم باشه میتونه باعث بشه که از نظر فکری یا منتال هلس هم آدم بهتر باشه. یه کاری که حالا توی جامعه هست، بعضی وقتا ممکن آدم ها کارهایی انجام بدن که به بدنشون آسیب برسونن، چیزی که ما با همه علم، با پیشرفته علم بهش رسیدیم اینه که بدن قابل جایگزینی خیلی قسمتاش نیست، یا بیشتر قسمتاش قابل جایگزین شدن نیست. یعنی همون به قصه استیو جابز که نگاه بکنید که با ثروت خیلی زیادی که داشت، مثلا 9 ماه عملش رو تعویق انداخت و این باعث شد که حالا اون سرطان از پدرش بیاره با همه ثروتی که داشت. اینکه آدم حواسش به بدنش باشه، اینه که بدونه که یه بدن داره و کارایی نکنه که اون بدن آسیب ببینه، چون واقعا اگر آدم کاری بکنه توی جوانیش که باعث در حالا سالهایی که پیر میشه کیفیت زندگیش خیلی تحت تاثیر قرار بگیره، این چیزی است که احتمالا خیلی از آدمایی که جوان هستن این رو به شاید فکر نمی کنن و فکر میکنن که همیشه سالم خواهند بود. خیلی جالبه، هر وقت من مثلا میرم یه دندون پزشکی یا حالا یه جایی، یه دونه لیست به آدم میدن که میگن بیماری هایی که هست رو بنویس یا تیک بزن. وقتی آدم نگاه میکنه به همه اون مریضی ها، فکر میکنه که این همه مریضی یه نفر میتونه داشته باشه و آدم چقدر خوشبخته که اون مریضی ها رو نداره. و این خیلی، من همیشه چند لحظه مکس میکنم و فکر میکنم که یه قدرشناسی هست که آدم نسبت به خیلی چیزا تو زندگیش ممکن نداشته باشه، به خصوص راجع بدنش، راجع سلامتی. و اینکه یکی از قدمایی که میتونه برداره این هست که قدر سلامتش بدونه، این که خیلی بدن رو خوب مراقبت کنه، مثلا سیگار، الکل، مواد و حتی تغذیه ناسالم خیلی میتونه
تأثیر بدی روی این بدن داشته باشه، اینکه خودش رو آموزش بده که چجوری میتونم این بدن رو که یه دونه هست سالم نگه دارم، که زندگی خوبی داشته باشم. و این باعث میشه آدم فکر خوبی داشته باشه. یه قسمت هم حالا میشه فکر سالم، اینکه ورودی های فکر آدم چه چیزایی هست. خب بعضی هستن که ممکنه که خیلی فکرای بدی بکنن، یا اینکه جوری که صحبت میکنن با خودشون اون خیلی منفی باشه. و این هم دوباره یه چیزیه که آنتونی رابینز خیلی راجبش صحبت میکرد، که کلمات قدرت زیادی دارن. یعنی یه نفری که پشت سر هم به خودش مثلا حرفای منفی میزنه، این خیلی روش تأثیر منفی میذاره. یعنی فقط همونها رو اگه آدم حذف کنه، یه دفعه کیفیت زندگیش خیلی میره بالا. این هم باز خیلی مهمه، هم فکر سالم، هم بدن سالم، و همین که آدم قدر داشته هاشو بدونه. خیلی وقتا ممکنه که آدم مثلا قدر فامیلی رو ندونه، یا قدر یک چیزایی که تو زندگی داره رو ندونه تا وقتی از دستش بده. و اینم چیزی هست که حالا اگر آدم جوانتر باشه، اگر اینا رو بدونه، شاید بیشتر قدر اونا رو بدونه. آره خیلی چیزای زیادی هست، ولی این چند تا نکته به ذهنم رسید. خیلی ممنون، پاسخ خیلی خوبی بود، مرسی واقعا. چقدر شانس توی پیشرفت ها و موفقیت های حجر اثرگذار بوده و چقدر تلاشاش؟ خب من این دوتا رو خیلی از هم جدا نمیدونم. شانس قطعا تأثیر داره، ولی همون جمله ای که قبلا گفتم که میگه the harder you work the luckier you get، یعنی آدمایی که زیاد کار میکنن یا کار بیشتری میکنن، میبینید که خوششانس تر هم میشن. یعنی خودشون آماده کردن برای موقعیت هایی که پیش میاد، یعنی آماده هستن برای اتفاقای خوبی که تو زندگیشون میفته. واسه همین شانس هست، کسی که آماده باشه شامل اون شانس ها میشه. مثلا یعنی مثال های خیلی زیادی هست. مثلا سال سوم دبیرستان، مثلا تصمیمی که باعث شد که من یک سال خیلی درس بخونم، باعث اتفاقای بعدی شد. و خب مثلا سر کنکور 4 ساعت هست که آدم کل زندگیش میتونه جهتش عوض بشه، و خب شانسی هست اون لحظه ممکن آدم حالش خوب نباشه. یا اینکه مثلا خیلی آدم تلاش میکنه که به یه جایی برسه، بعضی وقتا نمیشه، بعضی وقتا هم آماده شده که به اینجا برسه. پس اینا خیلی از هم جدا نیستن، گرچه میشه آدم شانس بیاره بدون اینکه تلاش زیادی کرده باشه. یعنی اتفاق به دنیا میفته، ولی هر چقدر که آماده تر باشی، هر چقدر بیشتر تلاش بکنی، احتمال موفقیت آدم بیشتر باشه. خیلی عالی بود، متاسفانه داریم نزدیک میشیم به سوالات پایانی. من البته که سیر نمیشم و مطمئنم که در اپیزود بعدی در آینده نه چندان دور میتونیم از فصل جدید زندگی حجر عزیز و از لانچ استارتاپش بیشتر بشنویم، و من لحظه شماری میکنم واسه اون زمان که اصلا با بخیر. مرسی با عنوان اصلا لانچ استارتاپتون باشه. به عنوان سال پایانی، یکی از سالهایی که ما همیشه از دوستان میپرسیم بحث معرفی کتاب و فیلم و پادکست و سریال مورد علاقه شون هست. حالا اگه بتونید به ما بگید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. راجع به کتاب، من یه متدی استفاده میکنم که یه اپی هست به اسم بلینکیست، که خلاصه کتاب ها رو گوش میکنم، نگاه کنم ببینم کدوم کتاب ها
من دوست دارم و بشینم کل کتاب رو بخونم. این یه متدیه که به صورت آدیو، به صورت صدایی کتاب رو میخونه، مثلا برای 20 دقیقه، و آدم میتونه تعداد کتاب بیشتری بخونه و یاد بگیره و اون کتابی که نزدیکتر رو کلش بخونه. یه 4-hour work week هست که خیلی به نظرم جالب بود، و یه کتاب دیگه هم هست که اندرسون هورویتس نوشته به اسم Hard Thing About Hard Things، اونم کتاب جالبیه. برای پادکستم همین لکس فریدمن پادکست به نظرم جالبه، با آدم های خیلی معروفی صحبت میکنه و من خیلی یاد گرفتم ازش. برای سریال من ساکسشن رو خیلی دوست داشتم، و برای مووی هم پرسود آف هپینس. یه سه تا چیز دیگه هم هست، یعنی سه تا سخنرانی دیگه هم هست که توی فارغ التحصیلی بوده که یکیشو اشاره کردم، همین سخنرانی استیو جابز بود توی استنفورد سال 2005، یکی دیگه هم سخنرانی جف بزوز بود توی پرینستون، و یه دونه دیگه هم سخنرانی ویلیام مکریون توی آستین سال 2014. اینا به نظرم خیلی جالب. خیلی هم عالی که میتونن دوستان عزیز توی یوتیوب همه رو ببینن. خب رسیدیم به سوال آخر، سوالی که من خودم خیلی دوستش دارم. اگر بخواین یک هدیه بدین از تجربیاتتون به صورت یک جمله به من و بیننده و شنونده ها، اون جمله که به ما هدیه میدید چیه؟ کنم اینه که زندگی رو اگر بشه در هر لحظه آدم بهترین تصمیم ها رو بگیره، و اینکه بتونه زمانش رو استفاده کنه، چون تنها چیزی که آدم داره یه زندگی اون زمان هست، و بتونه از زماناش بهترین استفاده رو کنه توی هر چیزی، میتونه تفریح باشه، میتونه کار باشه، میتونه رابطه باشه، بتونه از زمانش خیلی خوب استفاده کنه، جوری که اگر برگرده اون لحظه دوباره همون کار رو انجام بده. این نظرم خیلی کار خوبیه، و اینکه آدم زندگیش نباید روی آتو پایلت یا خلبان خودکار باشه، اینکه به سمت اون چیزایی که دوست داره جلو بره. هر کدوم از آدم ها یه پتانسیل خاص خودشون دارن، و اینکه میتونن اون پتانسیلشون رو شکوفا بکنن، و اگر بخوان و این زحمت و کار زیاد رو انجام بدن که به اون سمت جلو برن. خیلی ممنون از هدیه خوبتون، فوق العاده بود. خیلی گفتگوی ارزشمندی بود و من واسه استارتاپ شما آرزوی بهترین رو دارم و لحظه شماری میکنیم که لانچ استارتاپتون رو که کردین اپیزود 2 رو با هم بریم. میکروفون در اختیار شما حاج عزیز، اگر میخواین نکته بگین، جمع‌بندی کنین و بعدش هم با بیننده و شنونده خدافزی کنین. ممنون ایمان جان، خیلی خوشحال شدم که تونستم که باهات این صحبت خودمونی رو داشته باشم. ممنون که وقت میذاری و این با آدم های مختلف صحبت میکنی، و مطمئنم که تاثیر خوبی خواهد داشت که آدم بتونن از یک قسمت از یک زندگی یک نفر
ایده بگیرن یا اگر مشکلاتی دارن توی زندگیشون بدونن که همه مشکلات دارن، یا بهشون یه امیدی داده بشه که تنها نیستن، با حلای زیادی هست که اگه آدم تصمیم بگیره میتونه به سمتش حرکت کنه. خیلی این کار رو انجام دادن، آدم ها خیلی با هم متفاوت نیستن. این اگر نگاه کنی خیلی از آدم ها تواناییشون شبیهه، یا جنایی که دارن خیلی شبیه، تصمیم بگیرن به یه سمتی حرکت کنن، بقیه کمک بگیرن و بدونن که تواناییشون خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که فکرش بکنه. واسه ممنون که این کار رو انجام میدی و امیدوارم که این اپیزود برای آدم مفید باشه. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، قطعا مفید هست و من از شما قدردانی میکنم که تجربیاتتون رو خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی در اختیار ما گذاشتین. دم همگی، دم شما گرم، دم مهمونای بیننده های عزیز و شنونده های عزیزمون گرم که تا اینجا با ما بودن، و تا اپیزود دیگه ای، شب و روز همگی بخیر. ممنون. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که نکات خوبی را از این مصاحبه دریافت کرده باشید. ممنون میشم اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر موضوعی در مورد این گفتگو رو دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید. و همچنین اگر این گفتگو براتون مثمر ثمر بوده، با دوستاتون و عزیزاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون بخیر. سپاسگزارم.